بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 26 ماه سپتامبر 2016 میلادی و برابر است با 5 مهر ماه 1395. دوستمون علی آقای عزیز که چندین سال این تاریخ ها رو برای ما می‌نویسه اشتباه کرده و هنوز نوشته بود 5 شهریور و همین خاطر اون رو من پاک کردم و اون قسمتی رو که فارسی می‌نویسه امروز شما نمی‌بینید. در صورت ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک شرق آمریکا و 11 صبح به وقت کالیفرنیا و باز می‌خوام این صداها وقتی که این کیبورد رو جابجا میکنیم صداهایی هم میاد که باید یه چیزایی بذاریم زیرش یادمون میره. خب و شما هم هر جای دنیا هستید نگاه کنید ببینید ساعت چند اونجا هست و ما دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها به همین وقت به همین ساعت برنامه زنده داریم. حقیقتا تو تلویزیون ها دیگه تو قرن 21 معنی برنامه زنده معنی نداره، حتی اخبارم که پخش میکنن میبینید همچین زنده زنده نیست. درباره اخبار صحبت کردیم، خب باز هم تیراندازی شده تو آمریکا در یک مالی، یک آقای جوان ترکی رفته در میسیس در استیت آف واشنگتن و گویا 5 یا 6 نفر رو اونجا کشته. خلاصه روزی نیست که خبر اینجوری نداشته باشیم و متاسفانه یکی یکی هم معلوم میشه که اینها قبلا هم مشکل داشتن، مثلا همین آقا حتی گویا مشکل روانی داره و یه چیزی غلطه، یه جایی اینها کارشون رو درست انجام نمیدن، حالا یا FBI یا هوملند سکیوریتی یا پلیس یا شریف هر کسی، یه جایی اشکالی هست که اینها نمیتونن به جای اینکه اینها رو به اصطلاح بیشتر دقت کنن و بگیرن و اینها مزاحمت برای مردم معمولی درست میکنن، میزنن آدما رو میکشن، طرف مثلا وایستاده ماشینش هم پارک کرده پیاده شده بهش میگن بیا عقب، داره عقب میاد، تخت 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 4 تا تیر میزنن بهش میکشن. اینا درباره این تیر زدن و اینها یک بحثی است با دوست نویسنده‌ای که داریم و در اون مورد هم صحبت میکنم. اون روز من گویا نتونستم نظرم رو خوب بیان کنم درباره پلیس هایی که زن هستن یا ماموران آتش نشانی که زن هستن، در این باره صحبت میکنیم. ولی قبل از هر چیزی اجازه بدید که راجع به یه فیلمی، اینجا اسم فیلم هست Law and Order، که فیلم های جالبی هست. من معمولا نگاه نمی کنم چون این based on true story هست. based on true story یعنی بر اساس داستان های حقیقی این اسما رو عوض میکنن، یعنی یکم هم جذابش میکنن و توی تلویزیون نشون میدن، دیگه اون چیزا رو احتیاج نداره، آدم گاهی وقتی هم احتیاج داره یه طنزی، یه کمدی، چیزی بشنوه، موزیکی گوش بده و اینا، چون حقیقت و واقعیت و اینا رو که داریم میبینیم. ولی اون روز پنجشنبه یه دوستی من گفت که شما لاین اوردر چهارشنبه رو نگاه کردی؟ گفتم نه، من معمولا نگاه نمی کنم، من 3-4 تا پروگرام رو نگاه می کنم شبا که بیشتر جنبه طنز داره، اخبار و اینا رو توش میگن، اون چیزایی رو که به صورت طنز و متلک میگن من از اونها بیشتر یاد میگیرم. خلاصه به ایشون گفتم که چیه، گفت خیلی جالب بود، اگه وقت کردی نگاه کن. ما به اصطلاح قبول کردیم و نگاه کردیم، ایشون درست میگفت، فیلم بسیار جالبی بود. بعد برای من نوشت که نظر چیه. حقیقتش نظری ندارم، چون همونجوری که گفتم اینها آمدن بر اساس، اتفاقا خیلی داستانش به همین داستان این آقای افغانی که 20 و چند نفر رو زخمی کرد و اینها شبیه، که به اصطلاح اینایی که میرن مخصوصا خارج یا میرن کشورهای خودشون، البته اون از افغانستان بوده تو داستان حقیقی، این یکی
از یک کشور دیگه میگه، ولی داستان همونه که میرن یک زنی رو میارن، اون زنم بیچاره مثلا میاد اینجا که آینده بهتری داشته باشه، هم مخصوصا چون خودش زن هست و تو کشورهای مسلمانی اسلامی محدودیت داره، میاد اینجا آزاد باشه. بعد معمولا خانم ها به این فکر هستن که بچه دارم اگه میشن بچه هاشون توی کشوری باشه که آزادی بیشتری داشته باشن و به اصطلاح امید موفقیت بچه هاشون زیادتر باشه. ولی داستان غم انگیزیه، میان اینجا بعد باید خودشون رو با اون کسی که رفته با اینا ازدواج کرده و اینها تطبیق بدن، احتمالا با خانواده اون تطبیق بدن. و توی این فیلم شاهد بودیم که حالا اون خانمه که از بازنیا اگه اشتباه نکنم آمده بود میفته. ببینیم سعید چی میگه. looking good. مرسی. سرد شده اینجا سعید. از دیشب، دیروز هوا خیلی عالی بود، میگو مثل جولای، ولی از دیشب هوا سرد شد و ما هم گفتیم که قبل از اینکه سرما بخوریم یکم خودمون رو گرم بپوشونیم. در اصل ممنون و متشکرم از سعید عزیز از کالیفرنیا. بله، این خانومه داستان نشون میده که حالا بچه دار شده و نمیدونه عمش یا خالش از بچه نگهداری میکنه، بچه توی پارک خانومه تصادف میکنه با دوچرخه میمیره، این بچه توی اون اینجا بهش میگن پلی گراوند، جایی که بچه ها بازی میکنن. بعد اینا پلیسه اتفاقا بچه خودشو برده بوده پارک، حالا سالا دیگه تعریف نکنیم. بعد میبینه این پسره بدون هیچ کسی نشسته و از که پرسه مامانت کجاست، بابات کجاست اینا، بعد معلوم میشه خلاصه که بعد پسره چون میترسه دست میکنه توی کیفی یه اسلحه حقیقی در میاره، یعنی نشون میده که این زیاد بودن اسلحه یه جایی دیگه عادی میشه. بچه ها که تو تلویزیون اسلحه میبینن، توی این گیم ها اسلحه میبینن، با اسلحه بازی میکنن، اصلا جایزه میگیرن. به تعداد بیشتری که آدم میکشن توی گیم ها جایزه میگیرن، به رتبه های بالاتر میرن، میتونن با آدمایی که به اصطلاح قوی ترن بازی کنن. در سر تا سر دنیا طرف نشسته توی اتاقش، شما پدر مادرشی، اون نشسته توی اتاق اونوری داره با یک جای دیگه توی دنیا داره گیم بازی میکنه. واقعا یه فیلمی هم دیشب داشتم میدیدم در این رابطه که یک دختر جوانی رو یا آقای 35 ساله فریب داده بود و اینها، و خلاصه حالا بعد پلیس اونو گرفت و اینا، ولی دختر همچین که شد 18 سالش باز رب با یه آقای 36 ساله این دفعه رابطه برقرار کرد. در اصل خیلی وضع بده از این لحاظ، بشر خیلی استفاده نه، یعنی داره این ضرر میبینه از این تکنولوژی جدید. امیدواریم یه راهی پیش بیاد که یه جوری کنترل بشه و به راه خوب برسه. برگردیم به اون فیلم لا اند اوردر، فیلم بسیار قشنگی بود. اینا واقعا با مهارت و با چه سرعتی این فیلم ها رو درست میکنن، ولی میدونید قانون فیلم و تلویزیون اینا اینه که اینجا خودشون میگن exaggeration، یعنی اغراق تا اون فیلم یا داستان به نظر بیننده یا شنونده جالب بیاد و اون بشینه جذب تلویزیون یا رادیو بشه یا حتی نمایش فیلم و اینها نگاه کنه. در صورت بعد این داستانی بود که بر اساس میگم based on true story، بعض وقتا میگه true story این داستان رو میگه، ولی وقتی میگه based on true story خب اسما رو تغییر میدن، جا و مکانی رو تغییر میدن و فیلم رو جذابتر و قشنگتر میکنه. فیلم خوبی بود. این از این. و اما امروز ساعت 4 بعد از ظهر، 1 بعد از ظهر وقت کالیفرنیا، 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک با آقای محسن نادری نژاد هستیم. ببینیم ایشون چرا زنین هست به همه چیز، به زمین و زمان. حتی شعارشون این هست که ما تیوی شکاک و زنینیم. حالا بعد اون شعر قسمت دومش یادم نیست. در ساعت خود من با خیلی از چیزهایی که ایشون میگه موافقم، ولی یه مقداری هم ایراد دارم. فکر میکنم که ایشون هم اون چیزایی رو که 50 سال یا 60 بر 56 سال پیش یاد گرفته، فکر میکنه هنوز باید بر اساس اونها عمل کنه و یه جورایی نمیخواد خودش رو عوض کنه. حالا امروز از زبان خودش بشنویم که خودش شما بتونید قضاوت کنید. پس از حالا تا 4
برنامه صوربی با مردمه، از 4 تا هر وقت ایشون صحبت بتونه کنه 1 ساعت 2 ساعت برنامه چرا زنیم با آقای محسن نادری نژاد از استان یا ایالت زیبای اورگان. اورگان خیلی جای سرسبز و قشنگی. و راجع به تیراندازی در مال که گفتم توی میسیس استیت آف واشنگتن، امروز صبح در تگزاس، هیوستن تگزاس، ساعت 7:30 و اینا به وقت اونها، من نمیدونم اون موقع که دیگه مال باز نیست. بعضی وقتا میگم اینا مسئله شخصی اینا هم هست، مثلا طرف از دوست دخترش ناراحته، از کارفرماش ناراحته، اون موقع میاد که اینا سر کار هستن. چون شما درست مال ممکنه ساعت 9 باز بشه یا 10 باز بشه، ولی کارکنانش اونجا از 7 صبح 8 صبح میرن زودتر، شروع میکنن باز میکنن، آماده میکنن، تمیز میکنن، چیزها رو جا میدن و الی آخر. اون خبر رو دنبال نکردم. خبری که خیلی مهم هست و تلویزیون ها دیگه واقعا پدر گوش و چشم و حلق و بینی ما رو در آوردن، این ماجرای دیبیت یا مناظره انتخاباتی آقای ترامپ، اگه بشه بهش آقا گفت، و خانم کلینتون. که این خانم کلینتون هم خودش یه ماجرای، امشب حالا ببینیم که چه کار میکنن. خیلی ها میگن که ممکنه اصلا کلینتون، هیلری کلینتون نتونه 90 دقیقه سر پا وایسه و تحمل کنه، چون مریض حاله ولی دروغ میگه به مردم، مریضیش رو نمیگه. چند مدت پیش این نمونیا همون سینه پهلوه که میگفتن ریه ها آب میگیره و اینها داشت، نگفت که دیدید بعد سپتامبر 11 یعنی امروز 26 15 روز قبل وقتی از مراسم اونجا داشت میمد بیرون حالش بد شد و اصلا به قول معروف مثل مرده انداختنش داخل اون چیز ماشین و بردنش. ولی بعد از 2 روز آمد و گفت که من هم آب کم خوردم هم استراحت کم کردم، 2 روز استراحت کردم و آب نوشیدم، حالم خوب شد. اجازه بدید من این صفحه فیسبوک خودمون رو که داره الان پخش میکنه با صفحه خودم هم شیر کنم که دوستانی هم که من رو از صفحه خود من از صفحه سوربی دنبال میکنن اونها هم بتونن ببینن. ما که هرچی به دوستان گفتیم بابا شما هم شیر کنید، نترسید، لولو نیست، طوری نمیشید، ولی میبینم که کسی انجام نمیده، ما هم دیگه نخواهیم گفت. ولی 2-3 تا اتفاق افتاده براتون ماجرا رو بگم. من شعر آن میعون اینجا بنویسم سوربی با مردم، سوربی با مردم. خب اولا این ماجرایی که ما ایرانی ها دوست داریم فوری یه نفر رو حکیم، استاد، نمیدونم دیگه این شعارهایی که معلوم نیست کدوم دانشگاه یا کدوم مدرسه شما باید بری تا حکیم بشی، کجا باید بری تا استاد بشی، اینها صدا کنی. دوستون آقای علی شیرازی یه مقاله‌ای برای من فرستاد، بذارید برای که یه وقتی اشتباه نکنم و عوضی نگم این اون رو براتون بخونم. اولا ایشون اون تیتر یا بالای موضوع نوشته که دوستان اطمینان دارم تا کنون در هیچ نشریه‌ای نخوانده اید. خب من نمیدونم شما از کجا اطمینان دارید که اینا رو توی هیچ نشریه‌ای نخوندید. همه اینا 100 بار این ور اون ور گفته شده و 100 بار هم ما خوندیم. منی که اهل خوندن نیستم 100 بار اینا رو دیدم و شنیدم و خوندم. خب ام نداره آقای علی آقا اتفاقا کار قشنگی که میکنه اینجوری اینا رو جلب توجه میکنه که آدم بره ببینم خب حالا چیه که این علی آقا که خیلی آدم سخت گیری هست و برداشته اینو فرستاده، تازه نوشته اطمینان دارم که هیچ جایی هم این رو نخوندی. ببینید حالا چی هست دوست. سخنان بزرگان، جملات حکیمانه و پندهای زیبا. اولش گوش کنید. راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است. اورد بزرگ. کسی که از ابتدا نابینا به دنیا آمده است معنی تاریکی را نمیفهمد، زیرا هرگز روشنایی را تجربه نکرده است. خردمند بودایی یا خردمند بودایی. باقی دیگه مثل همینه. بذارید حالا مثلا یک کم دیگرش مثلا بخونم براتون. بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی. مولانا. هر قدر به دیگران احترام بگذاریم
به ما احترام خواهند گذاشت. اراد بزرگ. کسی که بر جایگاه خیش منم زد، بخت از وی روی برخواهد تافت. فردوسی خردمند. نبوغ یعنی 1% الهام گرفتن و 99% عرق ریختن. ادیسون. نگفته نماند خود این آقای ادیسون یکی دوتا از این به اصطلاح اختراعاتش رو از این و اون کش رفته و به اسم خودش نوشته. ادیسون یه آدم بیزینسمن موفقی بود. خب من برای ایشون نوشتم که اولا این اراد بزرگ کیه، بعدم حکیم کجا شده، چجوریه این ماجرای حکیم شدن. ضمناً شما نوشتید یه چیزیه که هیچ جای دیگه ندیدید یا نخوندید، کدومش جدید بود برای شما؟ ایشون از جواب دادن در رفت. گفت من اقلا توی این مطلب فهمیدم که اراد یعنی چی، یا اراد نمیدونم ما چیز دیگه بپرسیم، ایشون چیز دیگه جواب بده. خب میدونید که در ایران همه مشکلات خودشون دنیا رو حل کردن، تنها مشکلی که الان مونده و این آقایون باید فتوا بدن به راجع بهش دو چرخ سواری خانم هاست. یه روز میگن آزاده، یه روز میگن ممنوعه، یه روز میگن تو خونهشون تو خیابون اینا میتونن نمیدونن فلان. حالا مردم هم از اون و سعی میکنن که یه جوری مقاومت کنن و مخصوصا خانم ها توی این مقاومت از آقایون جلوتر هستن. یه عکسی بود متاسفانه که من حالا که میزنم میره روی این آزادی یواشکی، ما نفهمیدیم این آزادی یواشکی هم به جای رسید یا یواشکی از بین رفت. آقای امید غلامی هم نوشته با سلام جناب سوربی، کاکو دمت گرم، ما دوستت داریم. خیلی ممنون، متشکرم و امیدواریم که شما رو ناامید نکنیم یا وقتا میگفتن عروس تعریفی نشیم. بذارید من ببینم این دوچرخ سواری رو میتونم براتون پیدا کنم. حالا یه عکسی برای آقای سعیدی و دوستان دیگه‌ای که خیلی تعریف میکنن از سالهایی که ما ایران رو نمیدونم پادشاهی و اینها داشتیم، من میخوام یه نمونه استخر رو بهتون نشون بدم. دوستان از این نوع لاندروئر، نوع اتوبوس 302 نمیدونم این مینیبوس و اینها، این نشون میده که خیلی هم این عکس قدیمی نیست، یعنی مثلا ممکنه 3-4 سال 5 سال قبل از انقلاب باشه. و ببینید بچه ها تو این خیابونا، تو این جوبا، خود من یادم، خود من با پسرم هم اینا میرفتیم هر وقتی پول داشتیم 5 تومن 1 تومن بدیم میرفتیم استخر بهداشت یا استخر حافظیه، هر وقت نداشتیم میرفتیم اون وقتا توی راه سعدی، یه خیابون جدید کشیده بودن که همون بلوار پیرنیا و فلکه ولیعهد و اینها بود. بعد چون جدید بودن جوباش نسبتاً پاک و تمیزتر بود، اونجا آب میافتادیم و بله خیلی وقتا هم پوس هندونه میومد، نمیدونم پوس خربوزه میومد، بعض وقتا از اینا استفاده میکردیم مثل سد، جوب رو میبستیم که بتونیم توی اون آب شنا کنیم. اینم استخر اون دوره و زمان. و ببینید این دوتا که اومدن کنار خیابون خوابیدن تا خشک بشن، این دیگه خیلی جالبه. این دوتا که تو آبن، حالا خطر به در و دیوار این جوب خوردن بماند، بریم اینجا به نمیدونم پل بخورن بماند، این دوتا حالا که خسته شدن اومدن بیرون تو خیابون دراز کشیدن خوابیدن. احتمالا این بعد از ظهر، بعد از ظهرم همه توی ایران یه جورایی تنبل و خسته و خوابالود بودن و خیابونها خلوت بود. بذارید من اون عکسی رو که میخوام براتون پیدا کنم نشون بدم راجع به دوچرخ سواری خانمها. ولی متاسفانه ما وقتی هم میخوایم یه کاری انجام بدیم که مخالفت باشه با دولت و اینها، به خودمون هم ضرر میزنیم. مثلا این خانمه، حالا اکثر رو نمیدونم من چه کار کردم، خدایا بذارید ببینم، اکثر رو نگه میدارم میذارم اینجا که جلو چشمم باشه، حتی میارمشون وسط کامپیوتر که این وسط باشه، وقتی برنامه رو شروع میکنم گمشون میکنم، ببینم اینجا pictures for life شاید تو این باشه. خلاصه یه خانمی رو نشون میده، یه چرخهای جدیدی مثل اینها، مثل اینکه از چینا، از چین میخرن، پشتش یه سبدیه، چون چینی ها میدونید خیلی از دوچرخه استفاده میکنن، بعد وقتی میرن خرید و میان
اونام که مثل ما نمیرن قد دو تا یخچال و فریزر چی بخرن، دو تا کیسه پلاستیک و اینا رو میذارن توی این سبد میارن. این خانومه بچهشو گذاشته توی سبد که من همش اکثری که میبینم نگرانم که این بچه دستش نکنه توی اسپوک یا توی این چیز چرخ. بعد اصلا نشستن بچه توی این سبد درست نیست. بعد جالب اینه که ایشون حالا نوشته که من به اصطلاح میخوام دوچرخ سواری کنم، اتوانه اینا که دوچرخ سواری میکنن دنبال هوای خوب هستن. درست همون جایی که بچه نشسته لوله اگزوز یه موتورسیکلتیه. میدونید که موتورسیکلت ها حالا ماشینا تو ایران تازه قانون نداره، اگه داشتنم موتورسیکلت ها و اون ماشین موتور گازی ها اینا که دیگه اصلا قرونش بره، همینجور بنزین میزنن روغن میزنن از اون برم این بنزینا خام میاد بیرون و بو گندی میده. بعضی هاشم که دودی که میکنه تا دقایقی وقتی که از اونجا رد میشه چشم آدم حتی سوز میفته و اشک ازش جاری میشه. حالا اگه بتونم اینو پیدا کنم بهتون نشون میدم، ولی این هم ماجرای ما. در هر صورت من هنوز منتظرم که این آقای علی شیرازی برای ما بنویسه که این حکیم بزرگ چی گفته. و متاسفانه بله خیلی ممنون، امید میگه خسته نباشید، ممنونم. check out my post on women's bike two different reports are okay. من نگاه میکنم ببینم. سعید میگه روی پست ایشون هست، اینجا نگاه کنیم ببینیم کدوم اشتام. یه دونه داری یا دو سه تا داری؟ دو سه تا وبسایت چیز داری، صفحه داری فکر کنم. ایران نخستین هواپیمای خرید شده از بوئینگ را تحویل میگیریم. بعد گفتن نه این چیز بوده، رنت بوده، اجارهی بوده. آها یکی دارم میبینم که نوشته یادش بخیر، این که با اون پیکان و اینا مال قدیمه، چون پیکان ها دیگه الان خیلی داغونه ولی هنوز هست، ملت دست از سرش بر نمیدارن. برام لینکش رو با چیز بفرست، چون توی صفحه های مختلف نمیدونم حالا تو کدوم صفحه هستی. بماند بریم سراغ این آقای حکیم. بله سفارت ایران در واشنگتن، این رو هم علی فرستاده، من نگهش داشتم، حتما یه مسئله هست. آها سفارتی که چون ما الان سفارت نداریم، ما الان دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران رو داریم که قرار بوده یک اتاقی از دفتر سفارت از سفارت پاکستان باشه، ولی اینا میدونی که بعد الان خودشون جدا شدن و یک جایی رو گرفتن و اینها، که من نرفتم این جدیدش رو و خبر ندارم، ولی بعضی ها که رفتن میگن جای قشنگ و مرتبیه و سرویسشون هم بهتر شده. ولی حالا بریم سفارتخونه‌ای که در زمان شاه بود و آقای از چیز اونجا بود، کیه این آقا اسمشم یادم رفت، حالا میام پایین میبینیمش. نوشته که گزارش نیویورک تایمز از سفارتخانه 12 میلیون دلاری ایران در واشنگتن که خاک میخورد، تصاویر وزارت خارجه آمریکا علفهای سفارت را همچنان هرس میکند. آمریکا 50 میلیون املاک 50 میلیون دلاری ایران چه سرنوشتی پیدا کردند؟ محل کنسولگری مدتی است که به عنوان محل استقرار دلالهای نقاشیهای قدیمی تغییر کاربری داده است و خانه ویلایی 7 اتاق خوابه که دیپلماتهای ایران از آن استفاده میکردند نیز امروز محل اقامت یک خانواده 5 نفره است. خب این خانواده کیان که اینا اونجا اجازه دارن به اصطلاح زندگی کنه؟ نوشته که محل کنسولگری مدت هاست که به عنوان محل استقرار دلال های نقاشی های قدیمی تغییر کاربردی داده است و خانه های ویلایی اینا همون بالا رو دوباره نوشته. نوشتن این املاک به علاوه 7 ملک دیگر در سراسر آمریکا در جمع چیزی حدود 50 میلیون دلار ارزش دارد که همگی همچنان به جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند، اما نزدیک به 40 سال است که وظیفه نگهداری و اجاره دادن این املاک به قسمت‌های دیگر از جمله وزارت امور خارجه سپرده شده است. این یکی از مهمترین زاهدی، اون که فکر کردم خواستم اشتباه بگم ازهاری زاهدی بود، این یکی از مهمترین نتایج قطع روابط ایران و آمریکا بعد از بحران گروگانگیری در سال 1979 بوده است. با این حال از زمان توافق هسته‌ای بسیاری از مسائل تغییر کرد،
کارشناسان معتقدند ایران و ایالات متحده همچنان از برقراری مجدد روابطشان بسیار فاصله دارند. یه مصاحبه دوستان آقای محمد جواد ظریف انجام داده با آقای فرید زکری. فرید زکری من فکر میکردم پاکستانیه ولی مثل که اصلا هندی هست. در هر صورت این مصاحبه رو دیدنش رو به شما پیشنهاد میکنم، خیلی جالبه. و ضمن اینکه آقای ظریف خوب جواب میده و اینها، نشون میده که بابا اینها چقدر کارکشته هستن. مثلا طرف تا میاد میگه خب شما دعوت میکنید از ایرانیای دو ملیتی که الان ایرانی آمریکایی شدن، ایرانی اروپایی شدن، بیان اونجا سرمایه گذاری کنن، ولی اینها وقتی میان دستگیرشون میکنید، اذیتشون میکنید. اینها آقای ظریف بلا فاصله موضوع رو میچرخونه و میگه که ببینید وزارت به اصطلاح دادگستری و قوه قضاییه و اینها جدا هست از قسمت دولت، یعنی نیروی به اصطلاح خودشونن جدا. و میگه که وقتی نیروها جدا باشن، درست مثل تو کشور شما که اشکالای زیادی هست توی دادگاهتون، اونجا هم اشکال هست. از جمله شما میگید عربستان سعودی توی 11 سپتامبر مسئول بوده و نفراتش بودن و اینها، ولی آمدید 11 بیلیون دلار پول ایران رو باز ضبط کردید و میخواین از اونا به اصطلاح خسارت بگیرید. و این خودش نشون میده که به اصطلاح دستگاه قضاوت شما یا جودیشال سیستم اینجا میگن، اونم درست کار نمیکنه و طرف رو اصلا سر جاش نشونده بود. این هم از این ماجرا. ببینیم این دوستان چیه، نقدر هپی فیس و لاب میفرستن. جناب سوربی، علی ترابی هم سلام. به به، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خدمتتون دارد. ممنونم. این علی ترابی دو هفته یه بار تلفناش رو میره میندازه تو آب گم میکنه، نمیدونم تلفناش بیمه داره، میخواد به این وسیله تلفن نو و بهتری بگیره، یا اینکه وقتی میره اونجا یه دفعه یادش میره که این تلفن به عنوان سنگ پرت میکنه که ببینه سنگای رو آبی یادتونه میزدیم اینجوری کج میکردیم خودمونو بزنیم ببینیم که یه سنگ چند تا میتونه برخورد کنه به آب و بره و میشمردیم 1 2 3 4 10 11 اینجوری و الی آخر. در اصل علی جان تلفناتو توی آب ننداز. خلاص عکسایی هست از این آقای اردشیر زاهدی، مثلا خانم باربرا استرایسن و جان پیتر در سفارت ایران در تاریخ 1975. اون چیزی که همه از آقای زاهدی میگن، ضمن اینکه من حتی از دانشجوام شنیدم خیلی راضی بودن ازش، ولی یه آدم عیاش، خوشگذرون و یه مقداری هم جاهل مسلک. و واقعا هم همه الانش هم نگاه کنی حرف زدنش و اینها توی مصاحبه ها همین جوریه. این اصلا آخه باباش اون تیمسار زاهدی بوده، کی بوده، اون تاج و تخت به شاه برگردونده، شاه خودش رو مدیون اینها میدونسته و به اصطلاح تا اونجایی که تونسته خدمت کرده. و اینا هنوز که هنوزه میدونید که این داماد شاه هم هست، یعنی دختر بزرگ شاه زن این هست که اصلا خیلی هم سنش بزرگ بوده به نسبت این. نمیدونم چجوری شاه دخترشو داده به جایزه بهش داده چی بوده. اینم یه خونه دیگه که در سان فرانسیسکو نوشته که خانه 8700 فوت مربعی در سان فرانسیسکو، خونه 8700 تا 9000 تایی بزرگه. خونه های ما، آپارتمان ما مثلا 1000 تا بوده، حالا که خیلی چیز شده 2000 تا، 3000 اسکوئر فیت، 4000 تا ماکسیمم، ولی خونه های 8700 فوت مربع همجوری که میبینید از تعداد ماشینایی که جلوش پارک کردن، اینا خونه بزرگی است، اونم تو سان فرانسیسکو که یک آپارتمان کوچولو رو به اصطلاح به قیمت 1 میلیون دلار رو اینها میفروشن. خیلی خوشحالم شیرزاد مشکه حالش خوب شده، یک اشکالی براش پیش آمده بود و رفته بود کجا، رفته بود بیمارستان، ولی حالا میبینم که نشسته داره تماشا میکنه. امیدواریم که حالش خوب بشه و یکم مواظب خودش باشه، سیگار نکشه. این سیگار میبینی، این سیگار چیز بدیه، من دارم ولی نمیکشم، گذاشتم اینجا اگه کسی کارگری چیزی میاد میکشه بهش میده. ما اون روز توی
صحبت کردن راجع به این که چرا ایرانی ها باز احساساتی میشن. مثلا یه نمونهش همین حکیم فلانی، یا آقای اصلا به نظر میاد سنش از من کمتره، بعد میرسن توی لغتنامه ده خدا هم راجع به این نوشتن، بعد اینقدر دروغ نوشتن راجع بهش. بعضی ها اصلا اینجوری که میگن آقا یا باید 200 سالش باشه یا باید 100 سال پیش مرده باشه. خلاص در رابطه با اینکه یک خیابونی رو، یک محلی رو به نام پرژن اسکوئر یا میدان پارسیان نامگذاری کردن، یه تابلوی گذاشتن، بعد آقای بیژن خلیلی و خانم سیمین تهرانی و اینا بلند شدن با دوربین و عکس و رفتن کنار جاده وایسادن عکس گرفتن، ما اون روز صحبت کردیم که بابا جون اینجوری نیست. این توی آمریکا سال 1984-85 یه نفر داشته تو جاده میرفته، دیده ماشین جلویش پیکاپ تراک، اون وقتا خیلی قانون نبود باد روش چادر بچینه، مثلا آشغالای خونش رو داشته میبرده، همه اینا رو باد میاره تو خیابون، میریزه تو خیابون و تو جاده. اون که پشت سرش بوده به فکر میفته، اینجا همش این نیست هر اتفاق میفته فوش بدن به دولت، به فکر میفته که آقا منی که اونی که داره میریزه حواسش نیست، یا اصلا آدمیه که اگه حواسش هم هست براش مهم نیست، ولی من که برام مهمه این خیابون تمیز باشه چه کار میتونم انجام بدم. وقتی میره خونه میشینه فکر میکنه، ببین اول اشکال میبینه، بعد میره میشینه فکر میکنه، بعد میاد با یه برنامه میره شهرداری، میره اداره راهتراوری، میگه بابا هدف من تمیز نگه داشتن این جاده هاست، برنامه هم اینه، مثلا این خیابون جاده من این قسمت رو من اداپت میکنم، سرپرستیش رو قبول میکنم، مثل یه بچه یتیمی که از پرورشگاه شما میگیری، میگه من این خیابون رو اداپت میکنم و من تمیزش میکنم، خیابون اونوری رو یه نفر دیگه، یا یه تابلوهایی درست کنید بزنید که این خیابون رو شما میتونید اداپت کنید، اسمش هم چیز کنید، حتی میتونه منبع درآمدی باشه. بر اساس این من حتی مثال آوردم که توی فیلم ساینفیلد، که یکی از فیلم‌های خوبیه که اگر می‌خواید هم انگلیسیتون خوب بشه هم واقعا با زندگی آمریکا آشنا بشید، با وجود که این فیلم الان چند سال هم هست دیگه به اصطلاح تموم شده دورش، ولی باز داستاناش داستان روزه، نگاه کنید نشون میده 4-5 نفر همسایه توی این ساختمان نیویورک، البته فیلم رو تو کالیفرنیا پر کردن اگه اشتباه نکنم، ولی اونجا رو مثل نیویورک ساختن، مثلا نشون میده که اونجا ماجرای پارکینگ انقدر بده، طرف ماشینشو پارک میکنه دیگه تکون نمیده چون میترسه پارکینگ و پارک جای پارکشو از دست بده. این آقای کریمر، اون آقای قد بلندی که مثلا در رو که باز میکنه تا دو ثانیه همینجور آدم این در رو اینا میخواد تکون بخوره و به هم بزه و خیلی حرکاتش جالبه، این رفته بود اداپت کرده بود یه جاده ای رو، سرپرستیشو قبول کرده بود. بعد مثل کسی که بچه گیرش میاد از اینجا تو بیمارستان، بچه گیرش طرف میمن میرن بعد سیگار میخرید با دوستاش، به هر کدومشون یه سیگار و آبجو و اینها، این یه دو تا سیگار هم میخره میاد خونه چیز و میگه که من این جاده رو اداپت کردم، و چه ماجراهای خندداری پشت اون هست و چه خطراتی ایجاد میکنه برای مردم و اینها بماند. وقتی من اینو گفتم به روز دوست ما از کانادا، گفت ببین من تمام این ساینفیلد رو دیدم و فکر میکنم که کریمر یک کاری کرده بود، دادگاه جریمش کرده بود، محکومش کرده بود، محکوم شده بود، حالا جریمش این بود که بره این خیابون رو تمیز کنه. من یکم فکر کردم، گفتم پیش خودم، یادم افتاده بود که این سیگار خریده آورده و اگه کسی محکوم میشه که دیگه جشن نمیگیره، این سیگار خریدن معنیش، رفتم روی اینترنت، واقعا این اینترنت چه دنیایی شده. نه ما زدیم که چیز نباشه، چی میگه؟ گفتیم do not disturb ending this video، سال یه تلفن زنگ زد ما اونو قطع کردیم، این چیز شو نمیست که هنوز هستی نه؟ بله نمیدونم upload off یه چیزای جدید میارن، خدایا ما چی کار کنیم از دست اینه؟ جشت پست اصلا امروز صبح باز فیسبوک چیزاش عوض شد، ما رو برد بیرون در به در میکرد. یک لحظه اجازه بدید، این تلفن هم هر کی بود پیغام هم گذاشت، حالا
دوباره لایف شدیم دوستان، اگر ما رو میبینید باز بزنید. چه میدونم والا، گفت شیطان نخواست که ما بندگی کنیم. حالا که اینو آماده کردیم و گذاشتیم، این سیستم وقتی زنگ میزنه اونو قطع میکنه. بذارید ببینم درست شد. بله، یه بار دیگه شیر کنم. ممنونم، دیدم سعیدم ما رو شیر کرده با دوستانش روی فیسبوکش و از این بابت ازش ممنونم. دوباره شیر میکنم، دوباره ممکنه دوستانی که این اشکالش اینه دیگه، قطع که میشه اونایی که بودن باید دوباره بیان کلیک کنن، اگه متوجه نباشن یا بلد نباشن فکر میکنن ما برنامه هم تموش. خلاصه من رفتم روی اینترنت و دیدم که نه، ممکنه یه جای دیگه هم یه ماجرایی بوده، ولی اینی که من صحبت کردم راجع به اداپتینگ هایوی و کریمر یه هایوی اداپت کرده بوده، یه هایوی هم نه، یه مایل یه جاده رو، یه قسمت شد توی یکی از جاده ها و چه بلایی به سر مردم میاره، خط کشی میکنه، اونجا رو آتیش میزنه، دوست خودش رو آتیش میزنه. حتما برید نگاه کنید. و به امروز هم گوه آره بابا یاد به اصطلاح تو درست میگی، در صورت ممنونم. همین که این دوستان میان و به اصطلاح با هم صحبت میکنیم، کلکل میکنیم، خب باعث میشه که من بتونم برنامه داشته باشم. و یه دوست میگه آقا شور، من برنامه تو رو نگاه میکنم میبینم این برنامه گذارای ایرانی میخوان راجع به یه موضوع صحبت کنن، دو ساعت منومن میکنن، ما آخر نمیفهمیم اینا راجع به اون موضوع چی گفتن. تو میای درباره 30 تا 40 تا موضوع صحبت میکنی، خداییش بعضی وقتا درست یادت میره کجا به کجاست، ولی من میبینم امروز 30 تا 40 تا چیز رو گفتی. گفتم اجازه بده کردیت یا اعتبارشو به دوستان بدم. سعید یه چیزی میفرسته، بهروز یه چیزی میفرسته، آقای علی شیرازی یه چیزی میفرسته، آقای آریانپور یه چیزی میفرسته، آقای سهیلی میفرسته و همینجوری اینا شدن خواسته یا ناخواسته شدن تهیه کننده. حالا من ممکنه اینجا اکزیکیتیو پرودوسر باشم، تهیه کننده کله گنده باشم، ولی اونا تهیه کننده هستن. شما شبا این برنامه رو که نگاه میکنید، طرف این همه جوک میگه، اینا رو که همش خودش نگفته، اینا رو نویسنده های جوک هست که حقوق میگیرن مینویسن، این فقط بلد اجرا کنه. حالا اگه من بلدم اینو اجرا کنم و این خبرها رو برای شما ربط و بستش بدم، خب اونم دیگه ممنونم، نظر شماست. نمیدونم چی بگم. خب یه دوستی دیروز، من وقتی میدونید که دیروز و پریروز و امروز نیاک توی واشنگتن برنامه سمینار خودشون داره یا کنفرانس لیدرشپ، و دیروز وقتی من داشتم میرفتم اونجا، این روزا دیگه خوبه تو تلفن ایمیلتو میتونی نگاه کنی، تکست میتونی نگاه کنی، ویدیو میتونی نگاه کنی، یعنی واقعا دیگه این تلفن شده همه چیز. یک دوستی برای من ایمیل فرستاده بود، چون قبلش با یه دوست دیگه راجع به این دکتر حمزه پور که طرفداری ترامپ میکنه و یه جورایی به مردم بیچاره داره میقبونه که اصلا ترامپ شب تا شب تا با این صحبت نکنه تو رخت خواب نمیره، صبح از رخت خواب که میاد بیرون، از تختش که میاد بیرون، اول به این آقای دکتر حمزه پور صحبت میکنه. بماند دیگه، یه دم هستن بدبختا چیز شدن، گولشو خوردن و پول میدن و اینها. این دوستمون نوشته بود که چند سوال، حمزه در کدام کلید قرار گرفته؟ من اول فکر کردم این راجع به حمزه یار پیغمبر بوده، کی بوده اون که از اون میگفته حمزه بوده، کی بوده اونه. بعد گفتم کلید چی کار داره، بعد گفتم لابد راجع به حمزه پور صحبت میکنه و این منظورش از کلید، لابد میخواد ببینه چه مقام کلیدی داره حمزه پور. بعد چون صفحه کوچیکی دیگه، وقتی یکم رفتم پایین تر دیدم نوشته که منظورش اینه، حمزه یا تشدید هست تو فارسی می‌نویسیم، مثلا محمد، محمد برای که 3 میم ننویسیم اون می وسطیش که دوتاست یه تشدید میذاشتن، یعنی این تکرار بشه. من هیچ وقت تو فارسی، چون کیبوردی که من دارم انگلیسیه، استفاده نکردم و نمیدونم، و من قبلا از بهنویس.com استفاده میکردم، ولی بعد که خود گوگل توی سیستم ایمیلش توی جیمیل اجازه میده شما اون فینگلیش هم وارد کنی، اونو میزنم این بغل، میزنم فارسی، بعد میرم پایین به انگلیسی مینویسم، اون تبدیلش میکنه به فارسی. بعض وقتا هم غلطه، ولی چند تا به هم حق انتخاب میده که اون کلمه درستش رو
مثلا همین آقای علی شیرازی یه دفعه ما نوشته بودیم قهوه، این نوشت بابا قهوه با هجیمی و فلان، گفتم آقا مهم اینه که تو میفهمی من گفتم چی، ولی میدونم دومیشونه، حالا دیگه با سرعت میزنم دیگه نمیرم اون یک کلمه رو درست کنم. بله دوستان باز اومدن ممنونم، دیگه یاد گرفتن اینا هم از با از بس ما قطع بحث میشیم اینا هم یاد گرفتن چه جوری بیام. در صورت میگه که جان هنری برادلی و هارولد شولتز هر دو تا 50 سال بعد از جنگ زنده بودند، پس چرا شولتز هیچگاه اعتراض نکرد؟ هیچ این دوستمون داره راجع به اون ماجرای یوواجیمی کجا بود جایی هست که اگه دیده باشین 4 تا یه تپه تو ژاپن 4 تا سرباز آمریکایی دارن پرچم آمریکا رو اونجا به اهتزاز در میارن، بعد از 60-70 سال فهمیدن که اسم یکی از اینا اشتباهیه. و جالب اینه اون یکی که اونجا بوده و اسمش نوشته نشده 50 سال میدونسته که این اشتباهه، ولی صداش در نیومده تا یه روزی گویا به دخترش میگه که زمین من اونجا بودم نه اون دوستمون. بعد اون دخترش گویا میره اقدام میکنه و به رادیو تلویزیون و اینا و حالا دارن عوض میکنن و همه اسم و اینا رو، و این دوستمون میگه که چرا این نرفته بگه. این نشون میده که اینها مملکتشون بیشتر از اسم و بیشتر از داستانهای دروغ براشون اهمیت داره. بعد ببینید چی نوشته. نوشته بعد از 70 سال و بر نوشته فقط یک بار در 1990 سرسری به دختر ناتنیش در یک جمله گفته من هم در اهتزاز آن پرچم آنجا بودم. بعد از 70 سال و با بررسی لباس و کلاه زیر و کلاه خود و گتر کفش، گتر خیلی وقت خود نشنیدم، یک کشیه که میندازن دور پاچه شلوارت که بره به اصطلاح قشنگ بشه، همه یه نواخ بشن اینها، گتر کفش، متوجه میشن شخص دیگری است. اما محققین و نویسندگان نما مینویسند نادرشاه 400 هزار نفر سرباز را از راه جهنمی یزدتبرز که الان هم قابل عبور نیست به مشهد رساند. ببین فرق از کجا تا کجاست. منظورش اینه که ما تاریخ نویسانمون دروغ گفتن، اغراق کردن، ما هم حالا همینجور به اون دروغ و اغراق ادامه میدیم. اون روزم من گفتم مثلا آقای مینویی با وجودی که خودش میدونه این چیزا دروغه، ولی میگه خب حالا دیگه اینا مردم دوست دارن ما چره. آقا اگه هر چیزی مردم دوست دارن شما نباید دربارش حرف بزنید. خب دین اسلام هم خیلی ها دوست دارن، پس راجع به اونم حرف نزنید. اگر به خودتون این اجازه رو میدید که راجع به اون صحبت کنید، راجع به این که صحبت نمی کنید، نشون میده که شماها هم یک بام و دو هوا هستید یا دبل استاندارد هستید. در صورت کارمون خیلی خرابه. در رابطه با آقای مینویی اجازه بدید از آقای درویش رنجبر تشکر کنم که ایشون یک نامه نوشته. بذارید من ببینم که میتونم پیداش کنم، یا این رو هم باز گذاشتم جایی که از بس قایمش کردم نمیتونم حالا دیگه پیداش کنم. بله یک مقاله روی فیسبوک مردم تیوی هم هست راجع به حقارت و ما ایرانی ها چرا اینجوری حقیر شدیم و اینها، و میدونید آقای مینویی بارها توی برنامه هاش گفتن که ما 1200 سال قبل از اسلام به دنیا حکومت میکردیم و خیلی هم آزادمنش بودیم و اینها، که اینها هم همش دروغه. ایشون هم این گونه دروغ ها رو خورده و اون دروغ ها رو تکرار میکنه. آقای درویش رنجبر که همشهری بنده است و از منطقه مردشت هست و اینها، نوشته که صبح جان ممنون به خاطر ارسال مقاله آقای مینویی عزیز، که حقیقتا خیلی از صمیم قلب برای من این مرد ایران دوست و کوشا مهم است و ارادت دارم. بسیار مایلم در خصوص این مقاله نقطه نظر زیر را به اطلاع او برسانیم. جناب مینوی گرامی عزیز، با تجدید ارادات لازم دانستم در خصوص این مقاله نکاتی چند خدمتتان عرض کنم.
در نوشته شما یک نکته اساسی مقفول مانده. این مقفول مانده از کلمه غافل میاد دیگه، نه؟ و آن هم این که چگونه پس از شکست ساسانیان در حمله مسلمانان شبه جزیره حجاز و حتی علارغم مقاومت 200 ساله که در کتاب دو قرن سکوت عبدالحسین زرینکوب شرح داده شده، سرانجام دین اسلام در ایران به گونه ای رواج یافت که اکنون بسیاری از محققان ایرانیان را دارای هویتی دوگانه، تو پرانتز نوشتن ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی، تلقی میکنن. به نظر میرسد پاسخ این پرسش را باید در دو مقوله جداگانه جستجو کرد. نخست اینکه تمامی سیطره و هیمنه ایران پیش از اسلام که به قول شما توانست بر نیمی از جهان متمدن آن روز حکمرانی کند، فقط بر ستون پایه دیوان سالاری سیاسی و قدرت نظامی استوار بود، نه بر مبنای نوعی جهانبینی و فلسفه دنیوی و غیر دینی. دوم هم که دین زرتشت در اساس یک نوع یکتاپرستی بنا شده، بنابراین نمیتوان مبانی شرکت زرتشت و اسلام را در امر وحدانیت خدا نادیده گرفت. در حقیقت اسلام آوردن ایرانیان فقط بر اثر ضرب شمشیر نو مسلمانان شبه جزیره حجاز نبود، چرا که با زور شمشیر نمیتوان باور دینی را چنین استوار ساخت که تا همین امروز هم دوام داشته باشد. بنابراین علت انحطاط ایران را باید در جهان بینی دینی به طور اهم به شمول زرتشت دانست. وقتی قرار شد بر اساس جهان بینی دینی نیروی ماورای طبیعت، تو پرانتز نوشتن فرق نمی کند اسم این نیرو خدا باشد، اهورامزدا، الله، اوساکریم، یهوه، و همینجوری از نیستی این جهان و کائنات را به هست آورد که بیشتر به شعبده شباهت دارد، دیگر چه فرق میکند که این نیرو در جلد زرتشت باشد یا محمد؟ در اصل و اساس تفاوتی وجود ندارد، هرچند در ظواهر و مناسک آنقدر متفاوت به نظر برسند که پیروان آنها به خون یکدیگر هم تشنه باشند. بنابراین تا زمانی که جهان بینی دینی ایرانیان که ریشه در تاریخی به درازی 3000 سال دارد و بر اساس آن انسان ایرانی باورمند به مشیت الهی اهورایی بار می آید، تغییر نکند، هیچ چیز تغییر نمی کند. با سپاس، درویش رنجبر. رنجبر، از قول من برو تو آینه یک بوسی به خودت بکن که بالاخره یه نفر پیدا شد که این چیزی رو که سوربی میگه با آقای مینویی، با آقای شاهین نژاد، با آقای امید امیدوار و دیگران هم بگه شما فرقی نداره، شما اگه میخواین از دین رهایی پیدا کنید و باور دارید که دین باعث میشه که شما رو عقب مانده نگه داره، حالا دیگه فرقی نمیکنه برید مسیحی بشی 600 سالم برین عقبتر، یا برید نمیدونم زرتشتی بشی، اگه میخواین رها بشید واقعا رها بشید. چون دیدم آقای مینویی به مردم میگه خب شما اگه میخواین دین داشته باشید برید زرتشتی بشید. آقای مینویی، شما اگر خودت فهمیدی که دین رو باید ول کرد، به مردم بگید ول کنن، نه که از اینجا بفرستنشون یه آدرس دیگه ای. اینم از این. ممنونم آقای درویش رنجبر که این رو خیلی قشنگ توضیح دادید و من از این بابت ممنونم. بذارید ببینیم دوستان چی نوشتن. من چند تا از این برچسب های حروف فارسی دارم که به روی کلید های تخت کلید قرار میدن که فارسی شود. اگه آدرس داشته باشن برات میفرستم. نمیخوام. ممنونم. احمد دوستمون نوشته که من چند تا دارم. من چون کیبوردم سیاه هست، قبلنم یکی از دوستان برامون آورد از این چسبایی که میزنی، اولا خیلی شلوغ میشه، بعد اون وقت باید حالا تازه جای فارسی رو یاد بگیری، در صورت که من همین انگلیسی میزنم دیگه سریعم شدم با این. در صورت ازت ممنون و متشکرم، ولی نه، همین خود بهنویس و حتی خود گوگل، بذارید من بهتون نشون بدم دوستان، این گوشه گوگل اگه نمیدونید
بذارید یه کمی هم وقتی میایم یه چیزی از هم دیگه یاد بگیریم، من از شما یه چیزی یاد بگیرم، شما از من یه چیزی یاد بگیرید و الی آخر. ببینید این ایمیل من وقتی که بازش میکنم میخوام نامه بنویسم، این گوشه یه دونه کیبورد هست، این وقتی که اینو کلیک میکنیم روش، ببینید مینسه انگلیسی، فارسی، فارسی اینجوری، و من اینو معمولا میزنم کلیک میکنم، وقتی میاد دیگه حالا اینجا انگلیسی که مینویسم این فارسی خودش مینویسه. بعد بعضی وقتا شما حتی میتونید کیبورد، ببینید کاش که اینو فرستاده بودم برای این دوستمون، ولی تو اینم تشدید من نمیبینم. بله ببین اینم داریم اتفاقا خیلی خوب، مثلا الان سوربی رو من فوری اینجوری سین ر ب ی میتونم اینجوری بنویسم. اصلا مرسی، ممنونم و نه احتیاجی نیست، ولی اگر خواستی حمایت کنی آدرسم رو برات میفرستم. ما حتی آدرسمون رو چاپ کردیم مثل یک عکس قشنگ، اون رو برای دوستانی که مایل باشن حمایت کنن براشون میفرستیم. الانم تا تنور داغه برای این دوستم بفرستم، زمنان اون روزم به همین دوستمون کلی نق زدم و غور زدم برای که ویدیو فرستاده بود و ایمیل فرستاده بود و ما وقتی کلی معطل شدیم، بعدش تازه نوشته بود بیا شما اینو پخش کن و نشون بده. بعد گفتیم آقا دیگه اینجوری هم نمیشه، شما که دوست ما هستی اگه حمایت نکنید ما بریم از دشمنامون حمایت بگیریم. این یک. و اما در رابطه با جلسه نیاگ و این برنامه‌ای که میذارن، طبق الان ششمین سالشونه و من هر وقت که بتونم حتی اگر کارای معمولی کنسل کنم یه پولی هم از ضرر کنم، ولی میرم اینجا و سعی میکنم شرکت کنم. وقتی که میری خب طبق معمول اسمتو نوشتن، با یه دونه از این گردنبندا بهت میدن که خود من حقیقتا اینا رو دوست ندارم چون همیشه میچرخه اونجایی که نمیخوای. الان جدیدن دو تا بند درست میکنم که صاف وایسه، ولی بعضی جاها هم که یه استیکر حتی خودت اسمتو مینویسی اینجوری میچسبونی، به اصطلاح بهش میگن نیم تگ. این حسنش اینه که وقتی یه نفر شما رو دیده پارسال، حالا اسمش یادت نمیاد، اسم شما یادش نمیاد، همینجا تو نگاه میکنه بعد دیگه خجالت نمیکشه، قشنگ شما رو میشناسه، با اسم صداتون میکنه و اونایی هم که مسئول اونجا هستن میبینن که شما پول دادی به عنوان شرکت کننده یا جزو مدعوین بودی و به اصطلاح آمدی اینجا توی دفترشون ثبت نام کردی، اینو به شما دادن. بعد که میری داخل خب میدونن بعضیا از مسافرت میان، یه کمی صبحونه نهار شامشون ممکنه دیر و زود بشه، یک کیسه های کوچولو درست میکنن، یک گیفت میذارن. این گیفت این چیزیه که به اصطلاح پن بهش میگن، توی ایران میگفتن گل، گل یقه هم چیزی، اینجوری پشتشو میزنی و بس میکنی اینجا. بعد یه خورده بادوم و نمیدونم بادوم هندی و پسته و از این چیزا گذاشتن که یه وقت اونجا معطل شدی تا شامی نهاری بیاد، حالا دیگه ضعف نکنی از گرسنگی. بعد خیلی جالب وقتی میشینی اونجا سر میز و اینها، یه سری کارتای درست کردن گذاشتن که شما اگه مایل باشید بهشون کمک کنید، حمایت کنید، این کارتا رو پر میکنید. راهش اینه که نذارید سر میز، باید بیارید بدید به اون کسی که نشسته بیرون که اونا باهاتون تماس بگیرن. دلیلش هم اینه که شما روی این تمام مشخصات رو می‌نویسید، شماره کریدیت کارت، تاریخ اعتبار، نمیدونم اینا رو می‌نویسید. حالا ما اصل رو می‌ذاریم بر این که توی این مهمونی‌ها هیچ کس از هیچ کسی دزدی نمی‌کنه، ولی میگن شما پای مرغت رو ببند، همسایه‌ت رو دزد نکن. آمریکایی‌ها یه ضرب‌المثلی دارن، میگن هر چی، با وجود که اینا دیوار ندارن اینجا، فنس ندارن، میگن هر چی دیوار خونت یا فنس بلندتر باشه همسایت آدم بهتریه. راست میگید، چیاشو نمیاد بریزه این ور، دزدی نمیکنن، اذیت نمیکنن، سر و صدا نمیاد. اینم یه ذره مصاد. برنامه نیاگ بسیار خوب اجرا شد و احتمالاً تا فردا پس فردا ویدیوها و عکس‌ها میاد روی صفحه خودشون. منم سعی میکنم اگه بتونم اینجا نشون بدم. ضمناً دیروز این آقای فیروز نادری که معرف حضورتون هستن، اون دانشمندی که برای ناسا کار میکنه و به غیر از اینکه دانشمنده و مقام بالایی داره، مقام والاتری هم داره، همشهری بنده است، از شهر شیراز، دیروز هم
ایشون رو دیدم، با هم سلام علیکی کردیم و بهش گفتم که شما شیرازی هستی؟ گفت بله. گفتم خب حالا که شیرازی هستی وایسان اینجا که بشیم شیرازی به توان دو، و عکسی گرفتیم. امیدوارم ایشون هم میشه سالم و سلامت باشه. فکر کنم ایشون تو کالیفرنیا زندگی میکنه و برای مراسم چندین بار تا حالا من ایشون رو دیدم، قبلا هم تو مراسم چیز آمده بود توی دانشگاه واشنگتن اینها، و خیلی آدم نمیخوام بگم مظلومیه، خیلی آدم ساکت و چی میگفتن به حیا داره یه چیزای اینجور. خب بله، ما دیروز که اونجا بودیم دیدیم که این دوستان نیاک نوشته که مثلا خانم بیتا دریاباری یا چیزی این کمک کرده، صدای کلیمیان جویش وایس کمک کرده، یه شرکتی به نام ساسانیان کمک کرده. بذار اصلا عکس نشون بدم. بعد یکی از این دوستان جوان که اومد اونجا گفتم که میدونید خب ما پیرمردیم توی این کار و اینها، یه مقداری مشکل داریم مثل شما، خودمون رو نتونستیم تطبیق کنیم. و این دوست جوانمون فوری گفت که آی سوری من شما رو خیلی دوست دارم. گفتم چرا؟ گفت برای که شما اولین کسی بودی که به سازمان نیاک میکروفون دادی و حاضر شدی با اینها مصاحبه کنی. و گفتم خب خیلی هم خوب. ببینید اونجا اونا هم ورداشتن نوشتن این چیزی بود که بزرگ روی دیوار با پروژکتور میافتاد، نوشته تنکیو، یعنی نیاک از اینها تشکر میکنن. اینا بهشون هم اسپانسر میگن، حامی میگن. اینا مثلا یک میلیون 10000 دلار داده، یکی 100 هزار دلار داده، یکی 2 دلار، نه حالا دیگه نمیدونم. مثلا ببین یکیش هست سرمدی برادرز منز شاپ، مغازه مردونه، حالا نمیدونم لباس و این چیزا داره. یکیش هست جویش وایس فور پیس، صدای کلیمیان برای صلح. بعد یکی دیگرش هست کلاب هیل میدیا، یکیش هست ساسانیان، یکیش هست بیر بارون یه هم چیزی، یکی دیگرش هست پرینت اکسپرس. در هر صورت اینا هستن. و خانم فهیمه مقدم اگر اشتباه نکنم اینجا، یا فی مقدم مقتدری، ببخشید مقتدری، بله، در هر صورت هستن و کمک میکنن و اینها. و خود نیاکم توی چیزاش نوشته که ما از سازمانها کمک میگیریم و از مردم، اسم سازمانها رو هم نوشته. ما به این دوست جوانمون گفتیم آه این شماها اینا رو بلدید، خب به ما هم یاد بدید. گاهی خیلی ساده است، مثلا این یکی الان بذارید من براتون بزنم، یه پروگرامی هست به نام GoFundMe، نه که find me یعنی من پیدا کن، فاند یعنی پول بده به من، کمک کن. مثلا تو آمریکا یه نفر سرطان داره، یه نفر تصادف میکنه، فوری پسرش، دخترش، دوستش یه صفحه باز میکنه، یه پیرمردی مثلا تو شیکاگو نمیدونم از این گاریای دورگردی داره که بستنی میفروشه، پالوده میفروشه، اینجا نمیان بنویسن ببین دولت ظالم به اینها پول نمیده. تازه اینا برای که دولتشون ظالم نیست که، ما که دولتمون ظالمه که میان مینویسه خب شما پول بده، شما که میدونی دولت ظالمه، دولت دیکتاتوره، شما بده. ورزشکار میبینی کنار خیابون در دست فروشی میکنه، 100 تا 200 تا پول بذارید رو هم براش یه کیوسکی بگیرید که کنار خیابون نباشه. بالاخره برای این آقایه نمیدونم 800 خورده هزار دلار چیز کرده. گفتم خب چجوری؟ گفت اینا شما مشخصات تو بگو چیه، مردم تیم بگو هدف چیه. گفتیم والا ما روزی که اینو باز کردیم این بود که یه سکویی باشه، برای سکوی ارتباطی برای رساندن صدای مردم به همدیگه، و هدفمون یا گلمون اینه که دموکراسی و فریدم آف سپیچ از همه چیز مهمتره. نه شادم اینجوری نگیم، اینا همه با هم مهمه. بعد اینو برداشت نوشت و از من پرسید خب گلتون چقدره؟ گفتیم والا گلی که ما نداریم که مثلا بگیم اینقدر بده، حالا نگو خودش زد 30,000 دلار. ما که شب 10:30 اومدیم خونه و بعد خوابیدیم، صبح که بیدار شدیم اولین دوستمون از فلوریدا، ممنونم احمد عزیز، اولین دوستمون این همون دوستیه که 2 هفته پیش 25 دلار با پیپل فرستاد، پیپل یقه ما رو گرفت، پول ایشون آخر پس داد، اینم گفت گور پدرت پیپل، رب از طریق بانک قشنگ فرستاد دیگه، ما 4-5 دلار هم این وسط به آقای پیپل ندادیم، به جای 25 دلار هم 100 دلار فرستاد. تا
امروز هم که این رو دیده دوباره 50 دلار فرستاده، ممنونم، یعنی 25 دلار 6 برابر ایشون لطف کرده. البته این توی فلوریداست و از اون چیزی که هست به اصطلاح توی فلوریدا اون کانتی یا اون محله‌ای که هست ناراضیه، میگه اینجا خیلی حق رو ضایع میکنن. من به شما پیشنهاد میکنم یه مقداری برید توی یوتیوب ویدیوهایی رو که پلیس ابیوز میکنن قدرت رو، از قدرتشون سوء استفاده میکنن، به مردم زور میگن، اینا رو نگاه کنید. دلیلش هم اینه، اولا وقتی که میبینید اینا دارن همه جا ظلم میکنن، خیلی به اون منطقه‌ای که دارید زندگی میکنید بدبین نمیشید و زندگیتون تو منطقه سخت نمیشه. دوما یاد میگیرید که چجوری قانونی بدونی که درد سر درست کنید. مثلا من امروز صبح داشتم یه وکیلی رو نگاه میکردم، این خانم خیلی قشنگ، پلیس میگه که شما اینجا نمیتونی وایسی. میگه چرا نمیتونم وایسم؟ میگه برای که اینجا مال ایناست. میگه نه، این مال دولته، دولت هم ما مردم هستیم، آزاده. پلیس میگه حالا من نمیدونم این مال اینه. میگه خب پس شما ببین، شما برو اول ببین مال کدومشونه، بعدن بیا ببینیم این دوستمون چی میگه. سوربی هستم دوست عزیز، بفرمایید. آقای سوربی سلام عرض میکنم، افشارها هستم. سلام آقای افشارها، دوستان عزیز دکتر کاظم افشارها رو داریم، ممنونم، بفرمایید. عرضتون برسونم که اولا موفق شدن یک سه جلسه بنده زنده این برنامه های شما رو ببینن که روی او قراری که خودم دارن، میدونین که بدهکار هستم و بعد از برنامه اگر فرصتی شد تماس بگیرین ترتیب به اصلاح رفع دینم رو بدم به شما. من ممنونم از شما، خیلی ممنون. دوم این که شما مثل که تا ساعت 4 مثل که فرمودین برنامه خودتون هست. بله بله. اگر یک وقتی یه رو بی 20 دقیقه حضرت عالی بریک به خودتون مایلی بدید و اجازه بفرمید بنده مقاله رو که بعداً البته خدمت شما و دیگر دوستان به صورت ایمیل خواهم فرستاد رو، چون همیشه تشویق میکنید خود اون خانم ها آقایان مقالات یا اشعار خودشون رو بخونن، اگر مایل بودید به من بفرمایید که من الان یک 20 دقیقه یه رو بی وقت شما رو بگیرم و مقاله‌ای که دارم رو بخونم. آقای افشارها بذارید من دو تا چی براتون بگم. من به آمریکایی‌ها به چیز میگن دستینی، نه به سرنوشت و اینها باور ندارم، ولی دیروز با این دوستم که رفته بودم توی واشنگتن، باور کنید اینو به جان دو تا بچه‌ام اصلا بدون کم و زیاد میگم، بهش گفتم که متاسفانه چون من همش کار ویدیویی میکنم و اونجا که میرم کت شلوار مشکی میپوشم، بعد این روزا هم دیگه زیاد بیرون نمیرم این برانور، الان مدت هاست که کت و شلوار نخریدم. اون وقتا سالی یک کت شلوار، سالی دوتا کت شلوار رو حتما میخریدم. اینو داشته باشید. امروز صبح یک دوستی از کالیفرنیا تماس گرفته، یه دوست بهایی، و به مرای من گفته که سوربی کت شلوارت اندازش چیه تا من برات یه کت شلوار بفرستم. اصلا من شوک شده بودم. حالا میخوام ربطش بدم به شما. امروز وقتی که من شروع کردم برنامه رو گفتم ای کاش من به مردم گفته بودم که من امروز یک ساعت با شما خواهم بود، بعد یه ساعت هم میریم سراغ این شعرهای شیرازی و شعرهای شاملو و خیام و اینها، بعد دوباره بیاین با آقای چیز، چون میخوام به ایشونم کلکل کنم، خسته میشم. حالا شما از راه رسیدید، اینم میکروفون در اختیارت. من استراحت کنم، شما عرض کنم هم صادق الکلام هستیم قربان، هم صفای باطن داریم. ضمناً گفتین یک آقای هستن که اون آقای چی دنبال لغتش میگردیم، مثل که اون آقا خیلی محجوب هستن. محجوب، بله، محجوب به حیا، لغت محجوب بود. بله بله، آقای این آقای نادری، فیروز نادری، میدونید که دانشمند ناسا هستن، از ظاهرشون هم پیداست. بله 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 بله. خب همه موفق و اگه شما حاضر هستید من ساکت میشم، شما لطف کنید اونو بخونید بعد اگر اجازه بفرمایید. بله، حدود 1 رو 20 دقیقه میشود، بعدن هم ظرف فردای امروزی هر وقت فرصت فرمودین باز یک زنگی به من بزنین، چون من میخوام متعدی وقتتون نشه. خواهش میکنم، تا بعد من ترتیب اداء دینم رو بدم. هیچ مسئله نیست، شما اون مقاله رو بعدن که برای من بفرستید روی فیسبوک هم میذارم که دوستان کاملش رو داشته باشن. من ساکت میشم، این شما و این هم حتما بگم. بفرمایید. خواهش میکنم. جناب حسن دایی و دیگر مفسرین، محققین، منتقدین و مجریان رسانه‌های ایرانی، نشستگان در خارج از ایران،
سلام یا درود و یا هلو و یا بونژور مسیو عرضه می دارم. سعدیا تو در شیراز نان مف می خوری که شعرهای خوب خوب توانی گفت، در بیایی شهر ما کنی شعر بافی، مهره از که و نون که، برای که در شعر در اسلام اخلاقا میگن اگر لغتی نخواستیم به کار ببریم با حروف بذاریم، مهره از اونت در آید جفت جفت. این رو به سباف خراسانی منصوب میکنن. وصفل حال افرادی مشابه آریان و تنخواها و تننخواها، حاله نظری ها و دیگر کلم های ریز و درشت در رسانه های آنچنانی، هم زبانان و هم کشوری های ایران عزیز. بنده کاظم افشارها هستم، ساکن در تورنتوی کانادا، با شماره تلفن 905-737-51-58. آقای سربی، اگر من این رو ذکر میکنم برای که خیلی ها ملاحظه میکنم که از ذکر اسمشون یا آدرسشون یا تلفنشون تفره میرن و پرهیز دارن از این مسئله، به این دلیل هست که من اعلام میکنم که کاملا برای شنونده یا بیننده روشن باشه مسئله. به قول مرحوم سهراب سپهری عزیزمان، اهل مشهد هستن، لقمه نانی دارن، سر سوزن علمی. آقا سید حسن داعی الاسلام که چون سید بوده و به کلمه با جلال اسلام هم مجلل هستی، پسوند عزیز را در دنباله کوتاه شده اسمتان پیشکش می دارن. غرضم از این نوشتار دفاع از ملت داخل ایران است. کاری به حکومت ها ندارم، دین دارم و مسلمان هستم، با آن هزاران بار افتخار می کنم و درود در دینداران عالم می فرستم به هر دینی که ایمان دارند. جناب دایی عزیز، با تجربه 30 و چند ساله اقامتم در خارج از ایران که حدود 30 سال آن مشخصاً در کانادا می باشد، به خوبی دریافتم که خارج نشینان ایرانی عموماً و اعضای اپوزیسیون های جوراجور خصوصاً خیشتن را نماینده و مرشد و وکیل ایرانیان داخل نشین در کشور عزیزمان می دانند. در حالی که ابدا این طور نیست و نباید هم که باشد، به دلیل همین پندار یک غلط است که هر کسی به خارج وارد می شود، گاه مثل باد و برق همچون آقای پرویز اوسانلو و زمانی هم اندکی دیرتر مثال طربسازان حرفه‌ای یا مطربان هنرمند، اعم از دلغکان چون پرویز کاردان، حاله نظری، آوازخوانان جور واجور همچون آتابای ها و در آخر کار نوکران خانه به دوش فراری دربار شاه یا مدیح سرایان دور و نزدیک وی و جیرخانه را آن تشکیلات معدومه، خود را صاحب اختیار و همکاره ملک و ملت فرض کرده و شروع به دلسوزی نموده، نسخه پیچی آغاز میکنند. خیشتن را در قالب وطن پرسترین ها، دوراندیشترین ها، دلسوزترین ها از برای مردمان داخل ایران پنداشته، به خود اجازه می دهند تحت این عناوین خود را مرشد و دلسوز مردم داخل ایران فرض کرده شروع کنند به بلبل سرایی و راه نشاندهی به هموطنان داخل کشورمان. اینان باید بدانند که عزیزان هموطن ما در داخل ایران خیلی وطن پرستر از ما بوده و بسیار فهمیده تر و بروزتر از بنده و دیگر ایرانیان خارجشین در موارد گونگون اجتماعی و سیاسی کشورشان تصمیم گرفته عمل می کنند. باید دانست که در ایران بیشتر از صدها روزنامه، مجله و بروشورهای خبری، سیاسی، انتقادی، ادبی و هنری موجود است که بسیار هم پربار و پرخواننده هستند، در حالی که در این کشورهای مسکونی بنده و شما معمولا تعداد محدودی روزنامه و مجله میبینیم، آن هم در تیول بزرگ سرمایه داران که گرچه از دولتیان نیستند ولی دولتیان دل در گرو صاحبان آن داشته و صاحبان نشریات دین در گرو دولتیان دارند که باید خواند حدیث مفصل از این مجمل. نشریات قومی و صنفی مختلف نیز
آگهی و فلایرنامه کامیونیتی های خود هستند که جزء نشریات عمومی و مملکتی محسوب نمی شوند. مضاف بر اینها آنکه همه هم می بینیم در این سوی عالم رسانه‌داران تصویری مغز آدمیان را کنده آنتن به جای آن نشاندند، هرچه می خواهند می دهند و بیننده و شنونده خسته و ساده دل هم آن را می گیرند. تعقل و اندیشیدن را از مردم ربودند. رسانه های آزاد تصویری را هم که همه می دانند املاک خالصه چند نقطه جهانی هستند. تازگی ها هم با مشغول سازی مردمان کچخیال سایه پرست به تلفن ها و دیگر ادوات جوراجور دستی در راه اندیشیدن ابنای بشر ساروج می ریزند. خدا عاقبت این مردم فراری از تعقل و اندیشه و مشغول شده با آلات مهمله قرن 21 را به خیر گرداند. با این روش آینده هولناکی منتظر بشریت است. به نظر می آید اگر زمانه با این مرام به پیش برود 100 سال دیگر قطعا جناب اولاف زیمقراتیس زمان بوده و دبیر کل سازمان دول متحد خواهد بود. اکثر ایرانیان خارج نشین در هر سنف و پیشه ای که هستند معمولا خود را برتر از ایرانیان ساکن در داخل کشورمان می شمارند. همین فرض اندیشه غلط است که به خود اجازه می دهند از طرف آنان قضاوت کنند. ایرانیان داخل کشور همت و غیرت خود را در دهه های گذشته در میدان های مختلف سیاسی، جنگی، اقتصادی و وطن‌دوستی به معنای واقعی کلمه نشان دادند. ما و شما چه؟ آیا همین انتقادات و نسخه پیچی های بیخاصیت و دعواهای حیدری نعمتی بین ده ها و بلکه صدها انجمن سیاسی مختلف موجود در خارج که بیشتر به همان اسباب بازی های کودکانه این سن و سالی شبیه است کفایت به وظیفه است؟ آیا همین که مشتی زنان و مردان بیوه بیکاره، شکست خورده و مایوس، بی اخلاق و بی دین، بد و بیراه گفتن به پیر و پیغمبر و خدا و رسول و فحش دادن را حرفه و هنر خود دانسته و با آن مباهات می کنن کفایت به وظیفه نموده و مبارزه سیاسی محسوب می شود؟ آیا قحاشی و تجاوز لفظی به نوامیس مردم و مسئولین کشورها و رسانه ای کردن فحاشی وسیله تلویزیون های فارسی زبان وافی به وظیفه است؟ آیا دهان پاره های فحاش قابل به نجات بخشی و ارائه طریق ثواب به خلق الله هستند؟ آیا کوچک شماری مردم آراسته داخل ایران و خود بزرگ بینی اپوزیسیون های خارج کشور که دم به دم هم نسخه و رهنمود های جدید راه می دهند به خیالشان باعث نجات ایران می شود؟ نجات از چه؟ اینها چه هستند که به اوباما، نتانیاهو، کاخ کرملین، پاپ فرانسیس و غیر ذلک رهنمود و ارشاد می دهند و ایراد می گیرند؟ زهی خیال باطل و بسی شرم بر این خیالات جنزده پاره پاره. با این نسخه ها و خیالات مالی خولیایی روی همه دیوانگان زنجیری عالم را سفید کردند. هیچ یک از موارد فوق بر کسی پوشیده نیست و مشخص است که تا چه اندازه و در چه رسانه های دیداری و نوشتاری همه هم تحت عنوان مبارزه و دفاع از ایران و ایرانی این عملیات کثیف و شنیع و ناهنجار صورت می گیرد. در این حال آیا باید منتظر بود که ایرانیان از آزاداندیش و مؤدب در داخل و خارج ایران به این گونه تحلیلگران و تحلیل‌ها و راهنمایی‌ها و دلسوزاندن‌های اپوزیسیون‌ها و اپوزیسیون‌های مسخره و دربوداغان باورمند باشند؟ آقای عزیز، باور کنید و قبول بفرمایید که مردم ایران تو براکت منظور 80 میلیون جمعیت ایران است، نه حدود 1-2 میلیون خانم ها و آقایانی که شیفته غرب و مظاهر غربی هستند. براکت تعطیل بسته. بسیاری از مظاهر و روش های غرب را دوست ندارند، نمیپسندند، بعضا خصومت هم دارند. ایرانیان غیرتمند داخل و خارج ایران
با حکومت موجود در کشورشان با تمام نقایص موجودش بیشتر موافقند تا مظاهر آغشته به بیدندوباری های حیوانی غیر حاضر. اگر غیر از این باشد، ایرانی های روشن، آگاه به سیاست های روز، شجاع و بیباک، قادر هستند که به راحتی حکومت را تعویض نمایند. کما این که در طول تاریخ این مطلب را مکررن به منصه ظهور در آورده اند و هیچ نیازی هم به راهنمایی ها و نسخه دادن ها و تحریکات دلسوزانه و بعضن بچگانه این و آن شخص یا این انجمن و آن تلویزیون خارج نشسته ندارند که بماند ابدا هم ندارند. جنابان همایون و وطنخواه و علیرضا و رضا و حاله و فلح و هزاران هزار دلسوخته دیگر هم به خودشان تا به این حد زحمت ندهند، چرا که ایرانی داخل کشور خودش خوب می‌داند چگونه از سرزمین، حرمت، فرهنگ، دین و آیین و وطن خود محافظت کرده و از آنها پاسداری نماید. آقا ایرانی را دست کم نگیرید. نیازی به رهنمودهای ابالیسی همچون مهدی وطن نخواه و دار و دسته دوربرش در تلویزیون وابسته و مسخره ندارند. ایرانی جماعت هیچ احتیاجی به بازشنوی نارسایی های داخل ایران که در هر کشوری با ضرایب متفاوت میتواند وجود داشته باشد از زبان مشتی خارجنشین معلوم الحال که مقاصد مادی و پنهانی خود را تعقیب کرده و در لفاف وطن پرستی و ایران دوستی ارائه میکنند ندارد. آقای دایی نمیدانم مد تابستانی شورت دختران تورنتو را در تابستان سال جاری دیده اید یا خیر. در این مدل کپلهای دختران و زنان بیرون بود. ایرادی هم ندارد، به خودشان مربوط است. یکی میخواهد نگاه میکند، یکی هم نمیخواهد نگاه نمیکند. اما در عوض اگر قومی یا فرهنگی دیگر هم این مدل را نپسندید و اجازه نداد در محدوده خانواده شخصی و کشوریش وارد بشود، ایرادی نباید داشته باشد. یک جامعه با همخوابی بیقید و شرط مرد و زن موافقت دارد، یک جامعه هم مخالفت می‌ورزد، چه ایرادی دارد؟ همین مظاهر است که غرب آنها را نشانه تمدن و آزادی جوامع خود دانسته و با آن فخر می‌فروشد. اگر نه چه نمودهای برتر دیگری دارند که بر جماعت شرق ارائه بدارند؟ ایرانی داخل ایران اینها را نمی خواهد. هر اسمی رویش می گذارید بگذارید. ایرانی هر زمانی که اراده کند به اندازه لازم و کافی در اعمال خواسته های سیاسی اجتماعی خود اقدام، آن هم اقدامی فوری و شجاعانه نموده به نتیجه می رساند. از هیچ زور و قوه هم نمی هراسد. این درس آموخته از تاریخ است. اگر نمی کند چون نمی خواهد. اگر به حرف خارج نشینان شلغم هم بار نکرده تره هم خورد نمی کند، به دلیل نخواستن این نسخه های خارجی است. علت اصلی بیمحلی ایرانیان داخل و بعضن خارج ایران به پیشنهادها، نسخه پیچی ها و راهنمایی های دلسوزانه این مرشدان رشد نیافته و خندیدن به ریشانها فقط و فقط به دلیل حفظ و پاسداری از فرهنگ، سنت، دین و آیین اعتقادی خیش است، نه چیز دیگر. با ریشخند و مسخره هم میگویند نسخه های پژوهندگان، پویندگان و دلسوختگان ایرانی خارج نشین مفت و گوارای خودشان باد. گله نکنید که افراد کمی در اعتراضات اجتماعی شرکت میکنند. تلویزیون ها گله نکنن که چرا ده ها روز همیاری میگذارند و چیزی آیدشان نمیشود. احمقان و عقل باختگان تلویزیون وطن نخواه ها هم شکایت نکنن که چرا مردم به حکومت خودشان نمیشورند. خوب است مجریان این گونه تلویزیون ها بدانند که مردم ایران به پیشنهادها، راهنمایی ها، ارشادات، تفسیرها و تحریکات مسخره و مضحک این گونه رسانه‌های مغرض خارج نشین همانند داستان‌های مندرج در کتاب راز کامیابی‌های جنسی به قلم مهوش خواننده می‌نگرند، نه بیشتر. اگر نه زمانی که رهبری واقعی از آنها بخواهد
که در خیابان‌ها بریزند می‌ریزند کما آنکه ریختند. اشاره به 30 تیر 1330 سقوط کابینه چهار روزه مرحوم قوام است که مصدق السلطنه خدا بیامرزه ایشون خواست و مردم ریختند کما آنکه ریختند، میلیونی هم ریختند. زمانی که رهبر واقعی آنان از مردم ایران بخواهد به جایی یا به بنیادی کمک مالی بشود، میلیاردی کمک می شود. چه شد؟ اگر هم نداشتند، طلا و جواهر یادگاریشان را می دادند. این نمود و نمادها را هم شما و هم بنده و هم هر آدم چشمداری دیده، هر آدم گوشداری هم شنیده است. بر بی چشمان و بی گوشان و مغرضین نوکر اجنبی هم حرج نیست، مرامشان گواراشان باد. حقیر کمتر از قطمیر، کاظم افشارها، تورنتوی کانادا، 23 سپتامبر 2016. خیلی ممنون آقای افشارها. فکر کنم شما منظورتون منصور استانلو بود، گفتید پرویز استانلو. ها من اشتباه کردم. بله. آقای منصور خیلی از راهنماییتون متشکرم. بله منصور استانلو. بعد زمین شما الان توی صحبتاتون چون روی فیسبوک هم زنده پخش میشیم، هم ازتون تمجید و تعریف شده هم انتقاد، کدومشو میخوام براتون اول بخونم؟ همه اینها اوکی هست. فقط من جلوتر یه مسئله رو آقای سربی عزیز به شما عرض کنم. بخونم که تصمیم داشتم، من البته در مورد کارهای آموزشی اینها خوب هم صحبت دارم، کتاب هم یک چیزی هم در لبنان یک زمانی من چاپ کردم، بگذارم. در مورد انتقاد و در مورد عرضم به حضورتون که تعریف، شخصی هستن که به ادب کلامی اهمیت میدن. بله. اگر مؤدب هستن بخوانن. شما میبینید عرض کنم مهره از که و نون که در درایت جفت جفت، بنده این رو یک جا نمیخوانم. بله. چون لفظ مهمله، ولی خب قافیه شعره که شاعر گفته. بله. اگر کسی فحش داده برو چشم و میپذیرم، هر چه بگویند از این جوکه جان چه باشد که فدای قدم دوست و عقیده بشود. اگر انتقادی هست بفرمین، بنده بله به راحتی میتونم الان پاسخ بدم. بعضم به حضور اونهایی هم که تمجید کردن متشکرم، این رو خواهم گذاشت در روی چیز. دیروز هم اتفاقا من علت اینم این بود که آقای دایر من دیدم با آقای اون علیرضا کیه شیرازی میبودی صحبت میکرد. بله. گله میکرد که بابا نمیان برد تظاهرات فلان جا، اینجور بوده اینجا اونجور بوده. خواستم بگم آقا ماها که این برای دنیا صحبت میکنیم خوش خودمون باشه، ایرادی نداره، اما بدانین که دلائل بیزاری و جمع شدن همین هست که عرض کردم در این نوشته. البته بعد براتون عرضم بوده. منم مصاحبه آقای حسن دایل اسلام رو با آقای پرویز کاردان شنیدم توی برنامه جمعه، هم برایشون گفتم که اشکال شماها اینه که چون دروغ میگید مردم روز اول ممکنه باورتون کنه، بعدن دیگه باورشون رو از دست میدن. آقای سربی خدا رو گواه میگیرم اگر اینها یک سر سوزن انصاف داشتن، باید هزار بار به آقای خمینی عرض کنم که رحمت بفرستن، چون اون جریان باعث شد که این آقایون و خانمها همه بریزن این طرف. و به هر حال شنیدی که میگن لاف در قریبی چی هم در بازار مسکرها. بله. این آقایون حالا نشستن، من نمیفهمم پای پرویز کاردان ایشون در چه جنبه سیاسی وزن داشته که امروز مطرح سیاسی میکنن خودشونو. یک بادی هم اگر ملاحظه کنید تو قبقباشون میذارن. بله. یا دیگر آقایون، آقا تشکر کنید، اگر غیر از اون بود در ایران هنوز باید، من فکر میکنم با توجه به سنش آقا دیگه در این موقع باید در تو ایران بایستی فقط از این کاکاسی ها چیه روزای عید و یرفا اینطوری میشد، چون دیگه اینقدر آرتیست جدید میامد که اینا به مقتضای سنشون. من نمیدونم این خانم نظری، اون آقا مهتی وطنخواه، این و این آخر یک نرمه ملاحظه، یک نرمه مطالعه، یک مقاله رو برای من یک روزنامه نوشتن فرستادن به نام بیداری. من فکر میکنم این چیزی آقا تمام اینها، حالا بعد برای اینم جوابشون رو خواهم داد، یک مسائلی، یک مطالبی که اینا بیخبریشون رو نشونده تاریخی که مبارزات مردم علیه اسلام، شما در 800 سال قبل در زمان ایلخانان مغول ببینید چه کردن اینها با قرآن.
هزار تا مردم تو مسجد گریه میکردن از این تهدیدی که میشد دینشون، و خانان مغول در روی دیوارهای مساجد عذر میخوان آلت در میاردن پیشاب میکردن. اینا چیز تازه ای نیست، فحاشی به دین، حمله به مرام مردم. ولی ببینید آقا، و به ای آلا ربکما تکذبا، میبینید باز دارید پرهیز میکنید و انکار میکنید. گذشته اگر مرده و مریدانش اضاف نشدن از زمان مغول ها تا حالا، هزاران بار بیشتر نشدن، کمتر نشدن. به هر حال صحبت زیاد، شما بفرمید اگر مسئله هست. من ممنونم. یکی از دوستان که هم همشهری من هست، هم از ترکیه، نوشتن که آفرین، زنده باد جناب کاظم افشارها، بسیار عالی. بعد فکر کنم همین خود دوستمون، چون من از دور نگاه میکنم، همین دوستمون بعد نوشتن که جناب افشارها، شما چگونه نماینده ملت ایرانید که از طرف یک ملت سخن میگویید؟ اینم صحبت، یه انتقاد، یک به اصطلاح. اصلا ما نمایندگی نداریم. بله. من عقیده و اعتقاد خودم رو گفتم و دفاع از ملیت به ملت. اگر این طور باشه کم هر کی دهنش را بشه میگن تو چه کاری که داری صحبت میکنی درباره ملت؟ مگر من جواز میخوام از کسی با عنوان یک خانواده بسیط بسیار منتشر شده ایل افشار در شرق و غرب و همه جور وجود دارن در تو ایران و به عنوان یک عنصر ایرانی دارم صحبت میکنم؟ هیچ وکالتی ندارم. اون کسانی که تصور میکنن بنده به وکالت حرف زدن، گویا در اشتباه هستن. نخیر، بنده نظرم رو گفتم و دلم میسوزه که یک عرض کنم که ابالیه یعنی جمع دلیه، نادانهایی مثل خاله نظری که اصلا معلوم نیست اینا چه بک‌گراندی دارن. البته در به اصطلاح پیش اولول الباب صاحبان خرد مشخص اینا چی بودن و کی بودن، ولی در مجموع یاب مهدی و تنخواه اینها بیان و یک ریزم اگر ملاحظه کرده بودین اصلا فحاشی میکنن به مردم. تا یکی میگه بپرین پرواز کنین، یکی میگه نمیدونم شورش کنین، یکی میگه نمیدونم شماها نمیفهمین. من به عنوان مدافع از ایرانی بودنم و اقوام ایرانیمون و دوستان داخل ایران صحبت کردم، هیچ وکالتی ندارم، ولی وظیفه شرعی و اخلاقی و اجتماعی ایجاب میکنه که این مسئله رو بگن. بسیار ممنونم. شما لطف کنید اون مقاله رو برای من بفرستید. حتما. این مقاله رو من روی فیسبوک تلویزیون مردم هم میذارم. ممنونم. کسی دیگه چی نکرده؟ نه. دوستان عزیز، اگر در رابطه با این برنامه بعدن روی یوتیوب حتی روی بازپخش اینها صحبتی دارید، نظری دارید، آقای دکتر افشارها تلفنشون هم اعلام کردن 905 737 51 58. بله 905 700 اونجا چی آقا تلفن نظر خواهم با دیگران در میان بگذارید. این شماره شماست؟ آره تلویزیون مردم. بله نه اون شما شماره من. بله 905 737 51 58. بله. اگر دوستان امری داشتن فقط خواهش میکنم، چون ممکن اگر یک فحاشی باشه من قطع کنم، حمله بر بی‌ادبی نکنم، چون به اصطلاح رکیک بودن لفظ من نمیپذیرم. بسیار ممنونم. باشه. خیلی ممنون که آمدید. بشم بعدا اگر فرصت فرمودین هر زمانی سردایی پس فردایی باشی تلفن بفرمایید، بنده ادا ادیم کنیم، چون در شرایط سنی به هر حال که لاقل مدیون این دستهای شکیله نباشید. خیلی ممنون. ما قربانت بشم. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خب دوستان عزیز، ممنونم از آقای دکتر کاظم افشارها. همونجوری که توی اون عکس هم دیدید، ایشون مدیر و مسئول یک سازمان فرهنگی هستن. من نمیدونستم، اگر میدونستم که ایشون قرار زنگ بزنن، یا از طریق ویدیو قبلا باشون چیز میکردیم یا عکسشون و اینها رو میذاشتیم. در صورت امیدوارم که شما هم صحبت کنید، اگر انتقادی دارید انتقاد کنید، ولی همینجوری که ایشون گفتن، میگن ما با صحبتای در رابطه با اینکه حرفای حجب رو هجی میکنن، توی آمریکا هم هست این رو، یا تو رادیو تلویزیون وقتی که ممنوعه، یا حتی پدر مادرها وقتی که میخوان بچه‌هایی که خیلی جوان هستن یه چیزی رو متوجه نشن، به جای اینکه اصل کلمه رو بگن اسپلش میکنن، همون اسپل یعنی هجی دیگه. دست خیلی ممنون، متشکرم از شماها.
آهان. و اما درباره مأمور پلیس زن و آتش نشانی زن، ماجرای فیلم لان اوردر رو گفتم، نظرم هم گفتم. بله، من اتفاقا ویدیوی روز جمعه رو با این تیتر دوباره گذاشتم که شما ترجیح میدید طرف زن باشه یا مرد. حدود 500 خورده هم رفتن نگاه کردن. منظور من این بوده که اگه یه اتفاقی برای شما بیفته، نه حالا طبقه دوم سوم اینا کاری نداریم، همین توی خونه های معمولی دیدید بعض وقتا وقتی آتش سوزی میشه، اون طرفی که داخل خونه هست از حال میره، بی حال میشه، به خاطر که دود و گرما و اینا، یعنی حالت ضعف میکنه، خش میکنه دیگه، میفته. بعد اون که مأمور آتش نشانیه میاد داخل، اینو میکشه میبره بیرون. من میگم خب این که هی ما میخوایم بگیم زن و مرد مساویه و بله باید مثلا اگه 50 تا مرد آتش نشان داریم 50 تا هم زن داشته باشیم، من ترجیح میدم اگر آتش سوزی شده یه مرد بیاد منو نجات بده. و اون ماجرای پلیس زنی که خودش گفته من از ترس داشتم قالب تهی میکردم و بدون اینکه مطمئن بشه طرف اسلحه داشته و اینها، شلیک کرده اونو کشته. بعد حالا دادگاه گفته آقا اصلا خانم شما دوره دیدی، باید حتی اگه این اسلحه داشت به طرف تو شلیک میکرد، باز یک رول آف انگیجمنت فکر کنم بهش میگن، یک دستور و سلسله مراتب کاری هست، پرسیجری هست، مراحلی هست، شما اینا رو همینجوری از ترس زدی شوت کردی. این دوستمون که نویسنده هم هستن اعتراض کردن، من ازشون خواهش کردم اگر مایلن پیامی چیزی بذارن یا توی برنامه مهمان ما باشن بیان صحبت کنن. من نظر خودم رو گفتم، همینجوری که آقای افشارا هم الان گفت که من دارم نظر خودم رو میگم به عنوان یه ایرانی. من اینجا به عنوان یک کسی که توی خارج زندگی میکنه، هنوز تو ایران فکر کنم اون حالتی که زنا درست حرف از مساوات اینا هست، ولی دیگه این ماچومن نمیخوان باشن. اینجا خانمه میاد مثلا میاد با چیزای جیم همچین وای میسه اینجوری ورزش میکنه، آدم نگاهش میکنه خدایا این مرد زن، سینه ها که دیگه کم کم داره غیب میشه، بعد ماسلا این بازو اینا میزنه بیرون، بعد مجبورن از این قرص هایی نمیدونم استروید و این چیزا بخورن. در هر صورت این نظر من بود، شما میتونید نظرتون چیز دیگه ای باشه. من ترجیح میدم اگر تو بیمارستان هستم یک خانمی پرستار باشه. خانم ها نشون دادن در طی دوران تاریخ زمان که اونها اصلا پرستاری توی وجودشون هست. حالا اگه شما میخواین طبیعت رو عوض کنید هیچ اشکالی نداره، دیدیم که الان ماهیای نر گویا تخم میذارن، نمیدونم حیونا دارن چیزشون عوض میشه، اون اشکال نداره. خب ببینم که دیگه براتون چی بگم. آره الان این سیستم و تکنیک و اینها که جلو رفته، مطب دکتر میگه دیگه شما چرا میایین اینجا، ما معمولا همیشه دیر هستیم و اینها برای کارهایی که مثلا برای دندون پزشکی، خب ما نمیتونیم از توی کامپیوتر دندونتون تمیز کنیم، ولی وقتی شما میای اینجا ما میدونیم الان یه ویروسی هست، شما میای میگی که من مثلا سه روز این بی حالم، سرما خوردم فلان اینها، دیگه لازم نیست شما بیان با ویدیو، همینجوری که شما با دوستون فیس تایم، اسکایپ، اینقدر دیگه پروگرام هست، دکترها هم این رو راه انداختن و میتونن. اینم یه خبر جالبیه برای من، مهمیش این بود که یعنی اینجا نیست که مثلا من حالا نرم مطب یه ساعت رانندگی یا 45 دقیقه رانندگی، مهم اینه که یه دکتری الان میتونه از یه کشور خوب، از یه شهر خوب بشینه به آدمای بیچاره و ندار که یک مملکت بدبخت و بدی کمک کنه تا اونها هم بتونن بهتر زندگی کنن. در صورت از این امکانات مثل یه چاقو هم میشه در جهت کشتن یک کسی استفاده کرد، هم میشه در جهت پختن و نمیدونم جراحی و در، یعنی چیز خوبش استفاده کرد. اینم چیزی بود که گفتم. امشب ساعت 9 شب به وقت شرق آمریکا این مناظره، اینم اولین باری هست که حالا مناظره سال 2016 از حزب دموکرات ها و حزب ریپابلیکن، یعنی حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات ها میخوان مصاحبه کنن. اون دو نفر دیگه خانم جیل استین و اون آقای
اسمشم یادم میره همیشه از بس حیه حرفایی که میزنه یکم خنده داره. اونا نرسیدن به اون حدی که باید برسن تا به اصطلاح بتونن شرکت کنن. فکر کنم 15%، یکیشون الان روی 6% و 4%، یکی هم روی 1%، شانسی به اون صورت حقیقتا ندارن. خب بذارید من الان 3:33 است، در این 25 دقیقه، 27 دقیقه دیگه ای که وقت داریم، باز یه سری براتون این چیزایی رو که گذاشتم اینجا بخونیم، بخونم. ما هم دیگه نمیدونیم جمع ببندیم نبندیم، همینجوری که به نفر نمیدونیم بگیم تو یا بگیم شما، به خودمون هم نمیتونیم بگیم، نمیدونم بگیم من یا بگیم ما. روز 27 شهریور، روز 27 شهریور چند روز پیش که گذشت، سال روز تولد استاد محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، ادیب و شاعر بزرگ به نام روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شد. ثریا ابراهیمی که اسم تو خونه بهش گفتن پری، معشوقه معروف استاد شهریار که الان در آمریکا زندگی میکنن، قسمتی از ادبیات ما مدیون ایشونه، وگرنه شهریار به جای شاعر شدن پزشک میشد و شاید دیگر شاهد شاهکارهایی نظیر آمدی جانم به قربانت و امثال اون نبودی. استاد شهریار در پی یک شکست عشقی ترم آخر پزشکی دانشگاه را رها میکند و ترک تحصیل مینماید، یعنی حدود 6 ماه قبل از اخذ مدرک دکترا از دانشگاه به دلیل شکست عشقی انصراف میدهد. او که به خواستگاری دختری از آشنایان میرود، چون وضع مالی مناسبی نداشته و در ابتدا مشهور هم نبوده، جواب رد میشنود. استاد شهریار تا 47 سالگی مجرد بود و به یاد عشق جوانیش ایستاد. در دوران جوانی وقتی به خواستگارش معشوقش به او جواب رد دادن چون از مال دنیا بی بهره بود. خب این که تکراره، بالا نوشته بود. ولی وقتی که در روز 13 به در معشوقه دوران جوانیش را با همسر ثروتمند و بچه به بغل دید، این شعر را سرود که واقعا معرکه است: سر و همسر نگرفتم که گرو بود سرم، تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم، تو جگرگوشه هم از شیر بریدی و هنوز من بیچاره همان عاشق خونین جگرم، من که با عشق نراندم به جوانی هوسی، هوس عشق و جوانی است به پیرانه سرم. پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت، پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم، عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر، عجبا هیچ نیرزید که به سیم و زرم. 13 را همه عالم به در امروز از شهر، من خودان 13 که از همه عالم به درم، تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم، گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم. شهریار در یکی از سمینارها و شب شعری که در شیراز به مناسبت بزرگداشت سعدی و حافظ برگزار می‌گردد دعوت می‌شود. در آن سمینار شهریار غزل زیبایی می‌خواند که همه مبهوت می‌شوند. یک دختر دانشجو رشته ادبیات از دانشگاه شیراز بلند می‌شود و مقاله‌ای در توصیف شهریار می‌خواند و او را شهریار مسلم غزل می‌خواند. این مسلم غزل که نمیشه، مسلمه دیگه. دختر در پایان جلسه نزد شهریار میرود و خیلی زیاد از شهریار تعریف مینماید و میگوید که من عاشق و شیفته شما و این غزلتان شدم. شهریار از دختر میپرسد نام شما چیست؟ دختر میگوید غزاله. شهریار فلبداهه این تکبیت را میگوید: شهریار غزلم خواند غزالی وحشی، چه خوش است با غزلی سید غزالی کردم. استاد شهریار در آخر عمر به دلیل بیماری دبیرستان بستری میگردد و دکتر خانواده او را جواب میکند. دوستان و آشنایان شهریار برای بهبود روحیه او میروند و با اصرار آن خانم
آن خانم عشق قدیمی شهریار رو راضی میکنن که به عیادت شهریار برود. عشق قدیمی شهریار که حالا یک پیرزن بود قبول میکند که به عیادت شهریار در بیمارستان برود. وقتی عشق قدیمی شهریار به بیمارستان میرود، شهریار روی تخت بیمارستان خواب بوده است، اما صدای قدم ها و گام عشق قدیمی خود را میشناسد و از خواب بیدار میشود. وقتی عشق به او در اتاق را باز میکند، شهریار این شعر مشهور که از مفاخر ادبیات فارسی است را برای عشق قدیمش میسراید: آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا. اینو اگه اشتباه نکنم چیز بنان اینا هم خوندن، خیلی قشنگ، حالا یا بنان بود یا اونایی که تو این مایه ها میخوندن. نوشداری و یا بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی، حالا چرا. عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا. نازنین ما به ناز تو جوانی داده این، دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا. وقت که با این عمرهای کوته و بی اعتبار این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا. شور فرهادم بپرسش سر به زیر افکنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سر بالا چرا. ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت، اینقدر با بخت خوابالود من لالا چرا. آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا. در خزان هجر گل ای در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرط وفاداری بود قوغا چرا. شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، زین سفر راه قیامت می رود تنها چرا. یعنی اون بنده خدا هم فوت کنه، یک کمی هم چیز بودن دیگه. بله خب بذار ببینیم دوستان اینجا براتون باز چی گذاشتم. حرام بودن دوچرخ سواری رو زدیم و اون عکسی که میخواستم پیدا نشد. سفارت ایران در واشنگتن رو براتون خوندم، اون ماجرای ساینفیلد و اداپت هایوی. خیلی خیلی هیجان زده نشید، حالا یه خیابون یه چهارراهی به نام ایران شده، معنیش این نیست که این یکی مثل دیوانه حمزه پور اسم خودشم گذاشته دکتر، من نمیدونم، این مثل که توی لا آفیسی توی شرکت دفتر حقوقی اونجا کار میکرده، فوری به خودشون میگن دکتر. در اصل الان دکترم باشی، دکتر شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. و ایشون مثلا تو همون تلویزیونی که آقای افشارها هم اسمش رو بردن که اصلا اسمش هم نجات پرستیه، آمده بود میگفت که ترامپ گفته که اگر رئیس جمهور بشه به خمینی میگه، به خامنه‌ای میگه لافتوشکت وردار برو، و خامنه‌ای هم اگه نره، حالا نفهمیدم میگه خودش میره یا به آقای حمزه پور گفته بره و به اصطلاح یه دست دیگه خامنه‌ای هم بشکنه. بابا این خامنه‌ای و رفسنجانی اینا عکساشون رو نگاه کنید، توی جبهه بودن قبل از انقلاب، عکساشون رو نگاه کنید توی فلسطین و لیبی و لبنان و اینها مرد عمل بودن. شماها یه مشتی مرد عملی هستی آقای حمزه پور، خجالت بکش. شما اگر روزی 30 تا قرص بواسیر رو نمیدونم چی نخورین، به قول آقای اجلالی صبح نمیتونید از خواب بیدار شید، شب نمیتونید به خواب برید. آقا برای خودتون خوش باشید و بذارید مردم هم کارش خودشون رو انجام بدن. و اما باز این دوستمون لطف کرده این رو فرستاده، نوشته شاید به درد بخوره. راستی چرا ما وقتی یه چیزی رو با یه نفر میفرسیم به جایی که بگیم شاید بتونی ازش استفاده‌ای بکنی، میگیم اینو داشته باش شاید به دردت بخوره؟ مگه همه دوستان ما مریضن، دردی دارن که ما یه چیزی که براشون میفرسیم به دردشون میخوره؟ این دوست ما نویسنده است، اتفاقا کتاباش هم به زودی منتشر میشه، اگه مایل بود ما تو تلویزیون مردم کتاباشو به صورت PDF یا به صورت داکیومنت یا به صورت ادوبی هر چی که اسمش هست ما هم منتشر میکنیم. نوشتن که آدم شناسی کسی که سخنانش نراست است و نه دروغ
فیلسوف است. بذارید من اینو به شما نشون بدم، گاهی وقت من اگه یک کلمه ای رو اشتباه میکنم اشتباه میخونم، شما دیگه خودتون درستش کنید. بذارید این رو هم خاموش کنم، این رو هم روشن کنم. حالا اون چیزی که من میخونم قراره که شما هم ببینید. کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ فیلسوف است. کسی که راست و دروغ برای او یکیست چاپلوس است. کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است. کسی که دروغ میگوید تا پول بگیرد گداست. کسی که پول میگیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است. کسی که پول میگیرد تا راست و دروغ را راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است. حالا دوستان وکیل هم من شکایت میکنم، ولی اولین باری نیست که این رو شنیدن. احتمالا در حتی آمریکایی و زبان انگلیسی هم میدونید که با وجودی که به وکیل ها میگن لایر، ولی میگن لایر، یعنی اینا دروغگو هستن. کسی که جز راست چیزی نمیگوید بچه است. کسی که با خودش هم دروغ کسی که به خودش هم دروغ میگوید متکبر است. کسی که دروغ خودش را باور میکند ابله است. کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است. کسی که اصلا دروغ نمیگوید مرده است. کسی که دروغ میگوید و قسم هم میخورد بازاری است. کسی که دروغ میگوید و خودش هم نمیفهمد کجا رفتم؟ کسی که دروغ میگوید خودش نمیفهمد پرحرف است. کسی که مردم سخنان دروغ او را راست میپندارند سیاستمدار است. کسی که مردم سخنان راست او را دروغ میپندارند و به او میخندند دیوانه است. این را هم یکی از دوستان فرستاده از یکی از این کانالای تلگرام و اینها. مثل که تلگرام توی ایران به خاطر سرعت اینترنت خیلی به اصطلاح چیز داره، چی میگن، طرفدار داره. یه دوستی هست به نام نوشتن ارادتمند هجیمی بهگر، بعد یه آقای دیگه هست اگه اشتباه نکنم کامران اسمش هست. اینا یک مصاحبه رو برای من فرستادن، نوشتن مصاحبه سانسور شده مهشید امیرشاهی در رادیو فردا. دوستان این صحبت های آقای افشارها من نمیدونم اونجایش که ایشون یه دینی رو به اصطلاح قبول داره و فلان اینا، شما اگه مخالفی گوش نکن، ولی حرفایی که میزنه اونا رو اگر قبول داری عمل کن. ما ایرانی ها الان بلد نیستیم حتی حرف بزن، بلد نیستیم بنویسیم. سالها پیش من دانشجو بودم، اون موقع داداش من سربازیش تموم شده بود، با هم رفتیم بوشهر. این پایگاه آلمان، این نیروگاه اتمی آلمان زمان شاه هم بود، بوشه اونجا داشتن آلمانیا کار میکرد. ما صبح که رسیدیم اونجا اینا به ما گفتن که اگر صبحونه به اصطلاح صبحونه میخواین اون بافه یا کانتینر که چیز چی میگن از این جایی که صبحونه میدادن هنوز باز بود، گفت برید اونجا صبحونه بخورید. بعد من و داداشم یه نگاهی به هم دیگه کردیم، گفتیم که مرسی، تانکیو. گفت یس تانکیو، نو تانکیو. میخواین برید، نمیخواین خب بگید نو تانکیو برید. ما از اونجا یاد گرفتیم که بابا این صحبت کردن نوشتن، مخصوصا وقتی یه نفر سوال میکنه، دوستان ببینید چی پرسیده. ما از این آقا که نمیدونم اسمش چی بود، هر که برای من فرستاده بود، سوال کردم اگر وقت داشته باشید مهمان ما باشید تا با بینندگان گفت و شنودی داشته باشید، خبر از شما، خدمت از ما. ببینید جواب چی نوشته. دوستان من نشون میدم که شما فکر نکنید من دارم مزخرف میدم. نوشتن جناب آقای سربی از محبت شما سپاسگزارم، ارادتمند ه بهگر. من اصلا نمیدونم حالا ایشون حسن بهگره، همیرا بهگره، آغاز خانم، این یعنی قبول کرده دعوت رو. آخه دوست عزیز، اون وقت شما در سازمانی به نام ایران لیبرال، لیبرال دموکرات های ایران برای مردم میان، این همونجاست که آقای افشارها فریاد میزنه میگه بابا اول خودتون یه چی یاد بگیرین بعدا برای مردم نسخه بپیشین. حالا چیه؟ یک خانمی رفته مصاحبه کرده با رادیو فردا، براتون اینو هم میخونم. ببینید این بوده که من برای اینا فرستادم. خب اینو فرستادید، حالا بیاین صحبت کنید. شما اگه میگید رادیو فردا سانسور میکنه، نمیدونم وایس آف امریکا مال دولته،
بی بی سی میخواد نمیدونم سرنوشت مملکت ما رو عوض کنه. خب بیان اقلا وقتی میگید این بده این بده این بده این بده، بگید کی خوبه. بله، نوشتن با درود برای آگاهی و در صورت امکان انتشار. در صورت امکان انتشار یعنی اگه خری پیدا بشه این بار رو مجانی برای اینا ببره. مصاحبه سانسور شده مهشید امیرشاهی در رادیو فردا. خب بعد نوشتن ما به محض اطلاع از مصاحبه خانم مهشید امیرشاهی با رادیو فردا مترصد انتشار آن بودیم تا نقلش کنیم. نقدش کنیم یا نقلش کنیم؟ نقلش کنیم. اوکی. پس از انتشار بخش اول مسابقه در ایران لیبرال نقل شد، منتظر انتشار بخش دوم بودیم که واقع نشد. وقتی دلیل امر را از خود ایشان سوال کردیم چنین جواب گرفتیم، که اونم جواب داده که من اولم نمیخواستم برم مصاحبه کنم و بعد دیگه گفتم خب برم مصاحبه کنم و بعدم اینها مصاحبه من رو دستکاری کرده. همین هایی که شما میگید به این سادگی نمیتونن سانسور کنن. شما اگر قانونن با اینا وقت صحبت کرده باشید بهشون بگید که شما نمیتونید مصاحبه من رو پخش کنید، اگر حتی یک کلامش رو کم کنید، یا اونا میگن ما با شما مصاحبه نمی کنیم، ما حق ادیت داریم، یا این بلا رو سرتون نمیارن. از ناآگاهیتون، از نادانیتون هست. شما ببینید این آقا حسن بهگر، حمید بهگر یا همیرا بهگر، آخه کسی که اسمش رو ننویسته که طرف مقابل بفهمه این زنه یا مرد، کسی که دعوت که ازش میکنن نگه نه من نمیتونم بیام وقت ندارم، یا نه من از شما میترسم چون شما سوالای حقیقی میکنی و من فقط دوست دارم جایی که به به چم. آخه این شما میخوان اینجوری مردم رو آزاد کنی؟ 80 میلیون تو زندانن منتظر شماها. اگر اینه وای به حال اونا دیگه. ساعت 3:50 است، 10 دقیقه دیگه با آقای محسن نادری نژاد خواهیم بود. من تا همین امروز صبح منتظر بودم که ایشون اسکایپش رو را بندازه. متاسفانه همین، باز برمیگردیم به این ماجرا lack of communication. آمریکایی‌ها میگن lack of communication، یعنی ما کمبود ارتباطات داریم از لحاظ صحبت، از لحاظ جواب، از لحاظ حرف زدن هم دیگر نمیفهمیم. اینه، دو هفته سه هفته است ما قرار میذاریم، ایشون میگه من مسافرتم، بعد میاد میگه آقا من منتظرت بودم، میگم خودت گفتی من مسافرتم، میگه اوه اوکی. بعد معلوم شده ایشون تلفن رو برای که سرطان نگیره گوشی رو دور میگیره، حرفا رو متوجه نمیشه. میگم خب آقا یه دونه از این گوشی ها بخر وصل کن بهش، از این گوشی های چیزم اگه نداری که 30 دلاره مال آیپد مال آیفون، از این گوشی های 1 دلاری بگی بزن که نه سرطان. حالا اینجوری هم نیست، این میگن کسایی که بیش از 2 ساعت 3 ساعت در روز این کنار گوششونه ممکنه این قسمت مغزشون سرطان بگیره، چون این سیگنال مایکروویو یعنی موج های یادتون اون وقتا میگفت که موج متوسط، بعد تا از شهر میرفتی بیرون صداش نمیمد، ولی یه جایی بود میگفت موج کوتاه شورت ویو اس دبلیو میگفتن. اوکی، اون بیشتر میگرفت، بهتر میگرفت. نمونهش این رادیوهای عربی، آقا از آبادان پاتو میذاشتی بیرون، رادیو آبادان و اهواز و اینها تمام میشد، ولی رادیوهای عربی تا صبح برات چیز میکرد، برای که اونا روی شورت ویو میفرستادن. دکمه ها هم اینجوری بود. الان دیگه میشه بگی تقریبا FM و AM. FM مثل که کار اون شورت ویو یا SW رو انجام بده. در صورت کارمون خرابه، به خاطر همین که کارمون خرابه بود، به خاطر امروز دیگه خیلی برنامه جالبه میشه. کارمون خیلی خرابه بود چرا زنین، پس از سالها من بعد از 18 سال آقای نادری نژادم، من میدونم که از سال 1960 و اینها ایشون داشته درس به اصطلاح کارگردانی و ژورنالیستی میخونده و بعد از این همه سال بالاخره فرصتی شده که من و این، من از شیراز اون از مشهد، من امروز در واشنگتن و ایشون در اورگان آمریکا، بتونیم با هم مصاحبه داشته باشیم و شما هم از هر جای ایران، حالا هم هر جای دنیا هستید، شاهد این مصاحبه باشید. 7-8 دقیقه بیشتر باقی نمونده، بذارید من چند تای دیگه براتون بخونم و اینها. آها، یه مقاله رو دوستمون شهرام فرستاده. من اول وقت نگاش کردم گفتم آقای کیسینجر
راجع به زنازادگی و حرامزادگی صحبت میکنه. بعد فهمیدم این دوستمون نه این ایشون، ایران پرس نیوز هم مثل همشهری ما علی شیرازی متن نوشته هاشون رو یه چیزی می نویسن که جلب توجه کنه. همین که مثلا من اگر گفته بود آقای فلانی میخواد صحبت کنه اصلا می نفتمش دور، ولی وقتی نوشته نطق تازه کیسینجر زنازادگی و حرامزادگی، بعد معلوم شد که اینها آقای حسن عباسی، اونم فکر کنم شیرازی باشه، دکتر حسن عباسی، اونم حرفای خوبی میزنه ولی بعضی وقتا میزنه به صحرای کربلا و یه چیزایی میگه که اصلا بی خوده. ایشون مثل اینکه اینو بهش میگن کیسینجر جهان اسلام. حالا نمیدونم کیسینجر از لحاظ هوش و عقیده و اینها، یا اینکه آخه پدرسوختگی بود، میدونه کیسینجر هنوز هم زنده است. در صورت میگه که موضوع زندانی کردن هویدا به دستور شاه، ایشون اینجا نوشتن که این دروغی بیش نیست. آقا ازهاری بلا فاصله بعد از آن که ابلاغ نخست وزیری خود را از شاه دریافت کرد، مرهمانه با ارچی زادی قرباقی رئیس جدید به گفتگو نشست و آنطور که بعدا من خبر دادن طی این جلسه ارچی زادی توانست ازهاری را مجاب کند. بذارید ببینیم اسم کی زیر این نوشته هست. سقوط شاه فریدون هویدا، انتشارات اطلاعات دفاع. من میخواستم اگه کسی میگه اینجوری بگم، من دوبار با آقای فریدون هویدا همین فیرفکس هم زندگی میکرد، تلفنی صحبت کردم و فریدون هویدا گفت من از دو تا حکومت دو تا سوال کردم که هیچ کدومشون پاسخ ندادن. از دو تا حکومت، یکی حکومت شاه و یکی حکومت شیخ، از اون سوال کرده شما به چه جرمی برادر من انداختید زندان، از دومی سوال کرده شما به چه جرمی برادر من رو اعدام کردید که بیچاره هیچ جوابی نشنید تا خودشم فوت شد و رفت. در اصل روزگار غریبی است نازنین. و اینم از این، یه دوستی داریم نوشته که اسم تعدادی از زنان، از زنانی که با شاه بودن رو پیدا کردم، اگر شما هم دارید اضافه کنید و به موزه تازه تأسیس واشنگتن هدیه کنید. میدونید که دیروز و پریروز اینجا جشن بزرگی بود، یه موزه سیاه‌پوستا به اصطلاح باز شد و واشنگتن پر موزه است. حالا انشالله اینا رو در سالن و ساختمان همون سفارت قدیمی ایران به صورت موزه وقتی در اومد اینا رو هم ما بهشون میدیم. ایشون نوشته که گیتی رفی، فیروزه، دیوسالار، دیوسالان، گیتی خطیر، پروین قفاری، طلا، آذر سنی، دختر علم، دختر علا، دختر سائه، سمیرا تاره، ماریا اشناید، اشنایدر، روژه بونبود، روت استیونز، مارگارت برنا الگی، بریجیت باردو، گریس کلی، جینا لولو برجیدا، الک زومر، جنیفر اونیل، زنهای یک شبه مادام کلود پاریس هم جای خود. صد رحمت به فتحعلی شاه قاجار. این هم از این ماجرا. ممنون از این دوستمون. و بله، گفتم یکی از دوستانم نظر من درباره لا ان اوردر خواست، من اون فیلم رو دیدم و نظرم رو دادم. این فیلم ها بر اساس داستانهای حقیقی هست و خیلی هم قشنگ درست میکنه. خب بله، این دوستمونم که راجع به نوشتن با سلام و تشکر از برنامه خوب شما، در مورد کشتن یک فرد سیاه‌پوست به توسط یک زن پلیس شاید کمی اغراق کردید. این همه سیاه‌پوست که در چند ماه گذشته کشته شدن همه به وسیله پلیس مرد کشته شدن. من قبول دارم و اغراق، اگه اول برنامه دقت کنید گفتم اینطور، اگزاجوریشن یکی از پایه‌های اساسی رادیو تلویزیون است. یعنی خبر اگر درباره‌اش کمی با شور و حال صحبت نکنن شما اصلا متوجه نمیشی که اون رو گفتن. ممنونم، منتظر نظر شما هم هستیم، یا پیام بذارید یا این به اصطلاح تماس بگیرید. دوستان عزیز، دو سه دقیقه به من وقت بدید تا سیستم رو عوض کنم اونجوری که بتونیم با آقای محسن نادری نژاد گفتگوی داشته باشیم و چون اسکایپ ایشون هنوز درست نشده از طریق تلفن که امیدوارم سرطان نگیره و عکسشون هم از روی فیسبوک صفحه خودشون بهتون نشون بده. از یکایی که دوستانی که روی فیسبوک
به ما پیوستن. تشکر میکنم، امیدوارم بیشتر و بیشتر بشه و برای دوستانشون هم شیر کنن یا خودشون هم اگه مایل هستن در برنامه در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. از اینکه با ما بودید ممنون. روز روزگار بر شما خوش. برنامه رو ادامه میدیم با چرازنین که برنامه آقای محسن نادری نژاده. من حقیقتا خودم رو اونجا مهمون کردم. با ما باشید. مرسی.